با درود و ضمن ادب و احترام خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز، دوستان حاضر در جلسه و دوستانی که ما رو به صورت لایو و از جلسه یوتیوب از اپلیکیشن یوتیوب و اپ کانون ما رو مشاهده میکنن، درود میفرستم خدمتتون. بار دیگه در خدمت شما هستیم از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. امروز شنبه 4 فوریه ساعت 4:07 وقت اروپای مرکزی و همچنین شنبه 15 بهمن 1401. در ابتدای جلسه من خواستم این هستم که یک بار سخنرانان عزیز و موضوعشون رو خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز ذکر بکنم تا در جلسه پیش بریم. سخنران اول جناب آقای عبدالمجید بازداران با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر دی ماه 1401. جناب آقای رضا حاتمی بررسی ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. و جناب آقای محمد گلستانجو با موضوع روز جهانی عدالت. و در انتها بحث آزاد با موضوع حق اعتراض بازداشت ها. خدمت شما عزیزان عرض میکنم که دعوت میکنم از سخنران اول جناب آقای بازداران عزیز با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در دی ماه 1401. جناب بازداران عزیز، اگر شما با اشاره دست من راهنمایی بکنید، ما که در اختیار شما قرار میدم. ممنون از شما. درود و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همکاران عزیز. با موارد نقض حقوق کار و کارگر در دی ماه همراه شما هستم. ما در ماه دی ماه حدود 70 مورد رو تونستیم جمع‌آوری بکنیم توی کمیته. من از این 70 مورد 5 مورد رو جدا کردم چون که وقت بیشتر اجازه نمیده. سعی کردم به طور خلاصه در خدمت باشم. خبر اول، طرح تازه وزارت کار برای ارزانسازی نیروی کار در شرایطی که دستمزد کارگران 1/3 هزینه معیشت را هم پوشش نمی‌دهد، دولت با طرح استاد شاگردی و مزد بر مبنای بهره‌وری می‌خواهد نیروی کار را ارزان‌تر و استثمار آن را سخت‌تر کند. حسن حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، طرح استاد شاگردی را پوسیده و نخنما دانسته که هر از گاهی با رویکرد تأمین منافع سرمایه‌داران و کارفرمایان مطرح می شود. نادر مردادی که خبرگزاری دولتی کار ایران او را فعال کارگری معرفی کرد، هم معتقد است این طرح برای ارزان‌تر کردن نیروی کار ارزان در ایران است. به گفته مرادی، هزینه معیشت کارگران در فاصله 1358 تا 1400 4200 برابر گران شده، اما دستمزد کمی بیش از 1500 برابر افزایش یافته است. بر اساس قانون، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را بر مبنای نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. فعالان کارگری ارزش سبد معیشت حداقلی کارگران را رقمی بالاتر از 18 میلیون تومان برآورد می‌کنند. معنای این رقم این است که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید حداقل 3 برابر افزایش یابد تا هزینه کارگران را پوشش بدهد. دولت اما در صدد است در بهترین حالت افزایش 20% دستمزد را بر کارگران تحمیل کند. این گزارش نقض کننده ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه می‌باشد. در خبر دوم، حمله وحشیانه ماموران شهرداری تهران به کارگر ضایعاتی و کتک زدن و سرقت تمام دسترنج او. ماموران شهرداری تهران تمامی دسترنج یک کارگر ضایعاتی را به سرقت بردند. ماموران شهرداری تهران با حمله به یک کارگر ضایعاتی، متاسفانه پس از کتک زدن وحشیانه وی تمامی دسترنج وی را به سرقت بردند و این کارگر برای نگهداری دسترنج خود تمام تلاشش را کرد، اما 3 مامور شهرداری تهران با کتک زدن وحشیانه او در چندین نوبت
یک گونی پر از کارتون او را به سرقت برده و هر بار هم او را به شدت کتک زدند. ماموران شهرداری تهران این کار را با پشتیبانی ماموران نیروی انتظامی انجام می‌دهند و به اعتراضات مردم نیز توجهی ندارند. این خبر هم نقص کننده ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که اشاره میکنه به ممنوع بودن شکنجه. در خبر بعدی مطالبات مزدی کارگران شهرداری خاش و پرستاران اهواز. بر اساس گفته کارگران حدود 300 کارگر در مجموعه شهرداری خاش به صورت قرارداد مستقیم مشغول کارند که علاوه بر دریافت حداقل حقوق از اضافه کار و برخی مزایای قانونی عرفی و مناسبتی هم محروم هستند. کارگران شهرداری خاش در این حال با بیان اینکه از مزایای سختی کار و طرح طبقه بندی مشاغل هم محروم هستیم ادامه دادند: هر زمان پیگیری پرداخت مطالبات خود را از مسئولان می کنیم، به جای چاره اندیشی از ما کارگران می خواهند شرایط و وضعیت بیپولی شهرداری را درک کنیم. به گزارش فارس نیز نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با انتشار نامه‌ای خطاب به استاندار خوزستان از مطالبات مزدی کادر درمان خبر داد. در این نامه مواردی همچون کمبود شدید نیرو در قیاس با سایر استان‌ها که هر پرستار اهوازی به جای 3 پرستار در کشور خدمت رسانی می‌کند و کسری از ساعات اضافه کاری واقعی با تأخیر چند ماه که آخرین پرداختی مرداد ماه ذکر شده است، همچنین در این نامه آمده است: در حالی که بسیاری از استان‌ها در پرداخت کارانه اختلاف 2 یا 3 ماهه دارند، ولی در دانشگاه اهواز آخرین پرداختی کارانه فروردین 1401 صورت گرفته است و همچنین هزینه بسیار ناچیز حق لباس و حق مسکن، در حالی که در کلان شهرها حق مسکن 200 یا 300 هزار تومان است ولی اهواز 100 هزار تومان تعیین شده است. و همچنین در این نامه به عدم اجرای صحیح قانون ارتقاء بهره‌وری نیز اشاره شده است. این اخبار ببخشید نقص کننده ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق اهمیت کار می باشد. در خبری دیگر، خانم سارا سیاه‌پور فعال صنفی معلمان به 6 سال زندان محکوم شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که خانم سیاه‌پور فعال صنفی معلمان تهران و البرز که اطلاعات سپاه سارالله او را در 2 شهریور سال جاری مقابل خانه‌اش بازداشت کرده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و محکومیت تکمیلی به 1 سال زندان محکوم شد. او همچنین به 2 سال ممنوع خروجی از کشور و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. خانم سارا سیاه‌پور دوشنبه 12 دی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی احضار شد و در دادگاهی فرمایشی بدون حضور وکیل محاکمه و دوشنبه 26 دی ماه احکام قضایی به او ابلاغ شد. که این خبر هم نقص کننده ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی است. و در خبر آخر، بازجویی از یک معلم به دلیل بازخوانی داستان مرغ دانا و میمون. روز دوشنبه 26 دی ماه شورای صنفی فرهنگیان ایران در گزارشی از احضار، بازجویی و تنزل رتبه خانم اعظم السادات جلالی، معلم یکی از مدارس ابتدایی شهر عراق، به دلیل روایت داستان مرغ دانا و میمون از کتاب درسی و دوچرخه سواری در سطح شهر در تاریخ 15 آبان ماه برای دانش آموزان کلاس 5 خبر داده و نوشت: حراست اداره آموزش و پرورش در روز 16 آبان ماه وی را احضار کرده و پس از بازجویی وی را به حراست اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی معرفی کرده است، اما این معلم از حضور در این محل سر باز زده و به مدرسه بازگشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گزارش خود نوشته است که بعد از بازگشت خانم جلالی به مدرسه و حضور ایشان در کلاس برای ادامه تدریس،
حراست اداره کل با تماس تلفنی به مدرسه حضور او را در کلاس ممنوع اعلام کرده است و اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی در نهایت به عنوان اقدامی تنبیهی برای خواندن این روایت داستانی در کلاس درس رتبه او را به پایه پایین‌تر تنزل داده و احضاریه‌ای برای او ارسال کرده که در آن اتهامات وی موضع‌گیری منفی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از اغتشاشات با استفاده از نتیجه گیری از محتوای درسی مرغ دانا و میمون و دوچرخه سواری در سطح شهر و تردد از منزل تا مدرسه ذکر شده است. فکر می‌کنم این خبر به تنهایی نقص کننده تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و خاصاً ماده 19 هم که حق آزادی بیان هست رو نقض میکنه. ولی این 5 مورد رو من به صورت خلاصه خدمتون عرض کردم. موارد خیلی زیادن ولی خب وقت کوتاه. ممنونم از توجهتون. من مایکروفون. ممنون از شما جناب بازاران عزیز و سایر دوستان که اخبار شنیدیم. البته دوستانی که تخصصی تو این زمینه کار میکنن مستحضر هستن که به حجم بالایی از این اخبار و بار منفی و انرژی منفی که متقابلا از افراد در واقع میکشه رو خیلی سخت میشه که تمام اخبار رو بخواد دادن در یک جلسه بگم. اما مهمتریناش و شاید یکی از تلخترین ها همین خبر آخر بود که آقای بازاران بهش اشاره کرد که واقعا در واقع جمهوری اسلامی دیگه در نوع خودش شاهکاره. یک در واقع این اولین بار نیستش که از این اخباری که بیشتر شبیه طنز تلخ میمونه رو میشنویم. ما در رابطه با اساتید دانشگاه این رو داشتیم و در رابطه با معلمین هم همین مورد آخر به قول خود آقای بازاران خودش به تنهایی فهم میکنم کل موارد نقض رو شامل میشه. ممنون جناب بازاران، تشکر از شما بابت اخبار و گزارش تحلیل موارد نقض. دعوت میکنم از جناب آقای رضا حاتمی عزیز با موضوع بررسی ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اگر لطف بکنید که من رو با اشاره دست راهنمایی بکنید که من اینجا به شما مایک بدم ممنونتون میشم. جناب آقای حاتمی میشنویم شما رو، بفرمایید. سلام و درود خدمت همگی شما عزیزان. در آغاز به این مورد اشاره می کنم که ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر به مهمترین حق هر انسان یعنی حق حیات اشاره می کند، حقی که از بدو به تولد با انسان زاده می شود. در این بند به سادگی بیان می کنم که هر انسانی باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی، آزادی و امنیت برخوردار شود. به عبارت ساده تر، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد. حق زندگی اصلی است اخلاقی، استوار بر این باور که انسان این حق را دارد که زندگی کند و هیچ انسان دیگری حق کشتن وی را ندارد. مفهوم حق زندگی در محور بسیاری مجادله ها همچون اعدام، جنگ، صدق جنین، هومورگ یا به عبارت دیگه اوتانازی و قتل موجه قرار دارد. حق مردن در بیشتر طول تاریخ زندگی بشر به عنوان حقی است که فرد ذاتاً دارا بوده و نه اینکه از سوی جامعه یا صاحبان قدرت به عنوان یک مزیت فرد تفویض شده باشد. با پیشرفت تمدن در جوامعی که کشتار جمعی یا بردهداری به وفور در آن رواج داشته، به گونه‌ای که اربابان حق کشتن بردگان را دارا بودند، حق زندگی پدیدار شده و رشد کرده. با پیشرفت و تکامل حقوق بشر در نقاط گوناگون جهان، حق زندگی نیز که یکی از اساسی ترین حقوق نخستین بشر است، به آرامی رشد و نمو پیدا کرده.
به ویژه در هزاره اخیر بیشتر قوانین در کشورها این حق را به رسمیت شناختند که نمونایی از آنها را میتوان در منشور کبیر و اعلامیه جهانی حقوق بشر ملاحظه کنیم. در رابطه با تاریخچه این ماده میتونم بگم که زمانی که درباره تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل بحث میشد، نماینده چین پیشنهاد کرد که 3 بند اول این اعلامیه به صورت کلی تمام بندهای اعلامیه را در بر گیرد و لذا این بند اضافه گردد و اون بند حق حیات هستش. حق حیات جزء حقوقیه که از بدو تولد با انسان زاده میشه و هیچ کس حق نداره اون رو از ما سلب کنه. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کنند که هر انسانی حق حیات دارد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال مجازات اعدام را تحت شرایط خاصی مجاز می‌شمارد. در حال حاضر 133 کشور مجازات مرگ و اعدام را در قوانین خود و یا در عمل لغو کردند و اگر حکومتی آن را اجرا کند از ناقضان حقوق بشر به شمار می آید. علی‌رغم اینکه حقوق بشر حتی حق حیات را برای تمامی اعضای جامعه حق مسلم دونسته و آن را جزء حق اولیه جامعه میدونند، متاسفانه کشور ما جزء معدود کشورهاییه که مجازات مرگ را هنوز لغو نکرده. در واقع جرم تلقی کردن آیین‌های مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب با معیارهای قانون بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام نقض آشکار حق حیات می باشد. و اما حق آزادی در ایران که به موجب بند 7 اصل 3 قانون اساسی تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون از وظایف دولت جمهوری اسلامی است. اما آنچه در ایران انعکاس یافته آزادی های انسانی را با مفهوم موازین اسلامی محدود می سازد و عدم آزادی بیان عقاید مذهبی و سیاسی، عدم آزادی برای انتخاب پوشش و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد. شکنجه نیز نوعی قتل تدریجی محسوب می گردد و البته مجدداً از جانب حکومت لزوم اجرایی پیدا می کند که در بسیاری از موارد مجازات مرگ از طریق همین شکنجه یا اعمال خشن غیر انسانی و تحقیر کننده صورت می گیرد. از جمله مجازات سنگسار که در مورد زنای محسنه صورت می گیرد و طی آن شخص مورد سنگسار توسط ضربات سنگ با تحمل درد فراوان به تدریج از بین می رود. با افزایش چشمگیر آمار اعدام و کشتار بر اثر شلیک شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی در جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر مدافعان حقوق بشر با چالش‌های مهمی روبرو شدند. از شروع اعتراضات اخیر تا به امروز این اعدام‌ها که مقامات قضایی ایران تلاش می‌کنند با آماری که از جان باختگان اعلام شده 506 تا هست که آمار اصلی بیشتر از این تعداد در واقع رقم میخوره. این اعدام ها و کشتار ها که مقامات قضایی ایران تلاش میکنند با توسل به استدلال های ناموجه مذهبی و فرهنگی آن را موجه جلوه بدهند، حاصل و دستمایه نظامی قضایی است که متهم را مجرم می‌داند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نظامی که در آن عدم رعایت تشریفات قانونی و فقدان دادرسی عادلانه معضلی فراگیر بوده و مصونیت خاطیان از مجازات نیز قاعده شده.
بحران نقض حق حیات حاصل این وضعیت، بحرانی که بر زندگی ده ها هزار خانواده که اکثر آنها از آسیب پذیرترین و ناتوانترین اقشار جامعه اند تأثیراتی جبران ناپذیر میگذاره. پایان دادن به این بحران مستلزم دامن زدن به بحث و بررسی های گسترده و مداوم در جامعه است. با توجه بیشتر چه در درون و در خارج از کشور به استفاده بی‌رویه و افراطی مقامات ایران از مجازات مرگ و قربانیان آن و نیز در تلاش برای پایان دادن به این بحران تأثیر بسیاری خواهد داشت. نزدیک به 4 دهه است که مسئولان جمهوری اسلامی بسیاری از احکام اعدام را در واقع مخفیانه اجرا می کنند و از هر نوع پاسخگویی در این مورد سر باز می زنند. آنها تلاش می کنند که صدای افرادی را که به اعمال قوانین کهنه و منسوخ همچون لایحه قصاص مورخ سال 1359 که قاعده باستانی چشم در مقابل چشم را احیا نمود اعتراض کردند، یا همچون شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی خواستار اصلاح قانون و احترام به قواعد دادرسی عادلانه‌اند، و یا اینکه چون نرگس محمدی و آتنا دائمی خواستار لغو مجازات اعدام می‌شوند را در واقع در گلو خفه می‌کنند. این مسئولان توسل مداوم و مکرر به مجازات اعدام را با استناد به دین و فرهنگ و با هدف حفظ نظام و ارزش‌های نظام توجیه می‌کنند. و این در حالی است که مسلمانان جهان در مورد مجازات اعدام اتفاق نظر ندارند. بسیاری از کشورهایی که اکثریت جمعیتشان مسلمان است، همچون بسیاری از دیگر کشورهای منطقه اعمال مجازات اعدام را متوقف کردند. واقعیت این است که هیچ فرهنگ و هیچ دینی نیست که نظام قضایی مبتنی بر اجرای عدالت را تایید نکند. مواردی که اخیراً بسیار زیاد شاهدش بودیم، گرفتن جان انسانها با استناد به اعترافات اجباری، محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل، صدور احکام خودسرانه و توسل به روش‌های اجحاف‌آمیز دیگر که هم قوانین و مقررات داخلی و هم تعهدات بین‌المللی کشور را نقض می‌کند. در واقع اعمال زور و قدرت نمایی است و نه شیوهی مؤثر برای مبارزه با جرم و جنایت. قربانیان اهم از مجرم یا بیگناه، شامل زنان، کودکان، فعالان سیاسی و مذهبی، مهاجران و متهمان به جرائم مربوط به مواد مخدر، اغلب خورده فروشان مواد مخدر و معتادان که سالیانه صدها هزار نفرشان بازداشت می شوند می گردند. جدا از این موارد جمهوری اسلامی برای جان انسانها ارزشی قائل نیست و این رو می تونیم صریحاً طی اتفاقاتی که افتاد ببینیم. به طور مثال زلزله اخیر خوی، بعد از چندین روز از زمین لرزه خوی و مناطقی از آذربایجان غربی، مردم خوی به کمبود چادر و وسایل گرمایشی برای زلزله زدگان مقابل ساختمان فرماندهی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بسیاری از مردم چند شب را در سرمای زیر 0 درجه این روزها با کمبود چادر می‌گذروندند. در این وضعیت هم با اینکه وضعیت زلزله‌زدگان بسیار وخیم است، بسیجی‌ها توی خیابون پرسه می‌زدند و زلزله‌زدگان معترض را کتک می‌زدند و به آنها فحش می‌دهند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر بخونید به این صورت نوشته شده که یکی از راهکارهای اسلام برای تضمین حق حیات مجازات قاتل یک انسان دیگر است. یعنی در واقع این تفکر حق داشتن
نقض کردن حیات دیگران از اینجا نشأت میگیره و راحت با 4 تا دلایل کشتن انسانها رو برای خودشون توجیه میکنن. از جنایات جمهوری اسلامی در نقض کردن این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر میشه روزها بحث کرد، اما در آخر نتیجه‌ای که میشه از این صحبت‌ها گرفت این هست که از هر کجا کودکی که متولد می‌شود حق مسلمی به نام حق حیات دارد و جامعه نیز باید در رشد و پیشرفت آن تمامی تلاش خود را به کار بگیره و اختلافات فرهنگی و یا عقیدتی نبایستی زمینه ساز احکامی چون اعدام یا شکنجه در خصوص شخص شمرده بشه و یا مجوز سلب حیات وی گردد. به امید روزی که نقض حیات ذاتی افراد به دست بشر نیفته و هیچ کس به حدی از شرافت دور نشه که جان شخص دیگری رو به هر دلیلی بخواد بگیره، و به امید پیروزی ایرانمون بعد از این همه زندگی هایی که به پایان رسید. من مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون از شما جناب حاتمی عزیز و در واقع بررسی ماده 3 که انجام دادید واقعا شایان ذکر است و قابل تأمل که به حق حیات اشاره کردید، حقی که بارها خودتون هم توی سخنرانیتون اشاره کردید که بارها مورد نقض توسط جمهوری اسلامی قرار گرفته و به دلیل همین به ماده هستش که ما الان کمپین ها و ارگان هایی رو داریم تحت در واقع اسم های مختلف من جمله نهب اعدام، قفس را بسوزان و این کمپین هایی که علیه موجودات اعدام هر سال فعالانه دارن تو این زمینه اطلاعات جمع آوری میکنن، آگاهی سازی میکنن. در واقع این حق حیات مسئله یه که ساعت ها میشه در رابطه باهاش و حتی روزها در رابطه باهاش بحث کرد و بارها بارها توسط جمهوری اسلامی نقض شده. یکی از مواردی که جمهوری اسلامی نپذیرفته، جالبه که شما هم اشاره کردید، کنوانسیون هایی هستش در رابطه با منع شکنجه. بسیاری از ماده اینجوری هستش، به عنوان مثال یا پذیرفته نشده و یا با شروطی پذیرفته شده که این شروط هیچ موقع توسط مقام های بین المللی قابل قبول نبوده. ما تو همین، شما به زلزله اشاره کردید، من میخوام به یک خبر دیگه اشاره بکنم که همین دیروز یا پریروز بود که اجرای حکم شلاق در ملأ عام در یکی از شهرستان ها رو داشتیم. در واقع اون متهم فکر می‌کنم تفهیم اتهام هم نشده بود با توجه به اینکه جرمی سرقت بوده. جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده به جای اینکه بیاد به یک چاره اندیشی بکنه که بتونه خودشو در واقع یه خورده با این راهکارهای بین‌المللی همسو بکنه، میاد صورت مسئله رو پاک میکنه. خب این بحث منع شکنجه همون رابطه مستقیم داره با حق حیات و همونجوری که خود شما اشاره کردید در رابطه با اعدام که خودتون هم اشاره کردید توی 130 خورده کشور هست که فقط به صورت ضمنی، یعنی به صورت لفظی هستش و در عمل می‌بینیم که ما یا به صورت کامل لغو شده یا اینکه گروه‌ها و در واقع فشارهای بین‌المللی هستن که بخوان قانون اساسی رو تغییر بدن و حتی به لفظ هم این مجازات رو حذفش بکنن. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، به امید روزی که در ایران هم ما شاهد همچین مسئله‌ای باشیم. اما از نظر شخصی خواهم اضافه بکنم خدمت شما که این نظر خودم هم بدم، متاسفانه تا زمانی که قانون جمهوری اسلامی با موازین شرعی با موازین اسلامی همراه هستش، متاسفانه ما شاهد این مسئله نخواهیم بود و این یک واقعیتی است. خود شما میدونید که قانونی که در واقع قانون مجازاتش از قانون مجازات اسلامی و شرع گرفته شده،
چون در هم آمیخته شده، نمیتونیم اینو ما از هم جدا بکنیم. نمونهش رو داشتیم، ما مصر نمونهش رو داشتیم که میخواستن این کارو بکنن، دیدن نه اصلا این قوانین انقدر تو هم تنیده که اصلا ما نمیتونیم نتونستن خیلی از قوانینی که بر در واقع شرعی بود رو بخوان آپدیتش بکنن، اصلا به اصطلاح عامیانه بیخیال این موضوع شدن، چون دیدن که اگه بخوان در واقع یه سری از قوانین در این رابطه با شرع رو تغییر بدن باید برن برای قانون اساسی. و خب خیلی از این مسلمان‌های رادیکال البته باعث بلبشو میشد، نشد. من فکر می‌کنم توی ایران هم همچین چیزی باشه، چاره‌ای نیست جز جداسازی در واقع دین از سیاست. ممنون از شما. من کوتاه خدمتتون بگم که از دوستان تمایل به بحث و گفتگو دارن با توجه به وقت میتونن که من رو با اشاره دست راهنمایی بکنم. من مایک رو در اختیارشون قرار میدم. جناب آقای احمدی خواه عزیز که همیشه هم شرکت میکنه، ممنونم ازتون. جناب احمدی خواه درود مجدد، مایک در اختیار شما. درود بر همگی. ببینید مشکلی که هست برای مجازات اعدام همش نمیشه گفت به خاطر اسلام. چیزی که ما داریم میبینیم قصه‌های ناموسی هست یا گذشت از قاتله. اون قضیه که ما تو اهواز داشتیم اشتباه نکنم اون خانمی بود که حکومت میخواست اعدامش بکنه، حالا جریه دارم شد احساس اجتماع و یه تناقض ایجاد کرد که وقتی خانوادهش اومدن از حقشون گذاشتن، چون که خودشون هم راضی بودن انگار که دخترشون رو بکشن، متاسفانه خیلی ها در اومد که آقا کلان 8 سال رو نیمه بره زنده. خب یه تناقضیه، ملتی که واقعا از اعدام بیزاره چرا میاد اعتراض میکنه که چرا 8 سال رو نیم بس کار کرد، یا اعدام کرد یا زندان کرد. اگه اعدام کنم میگن چرا اعدام، اگه میگن زندان پس میگن چرا اعدامش نکرد. این یه مدار تو بحث فرهنگیه، تو خیلی از جوامعی که تو ایران هست قتلای ناموسی یا گذشت از قتل به خاطر که شک کردن طرف یه مشکلی داشته، مشکل ناموسی یا مشکل قبیله‌ای، درباره قبیله‌ای میشه، بعد دو تا قبیله میان با هم آشتی میکنن، بعد میگن آقا گذشتیم. این خیلی بحث فرهنگی داره، مثلا ما بحث این نیستش که تاکید کنیم چون که نظام اسلامیه، اصلا بحث اسلامیش به جای خود محفوظ، ولی فراتر از اون بحث فرهنگیه، چون که ما ممکنه یکی از فامیلامون یا یکی از هم قبیله‌ایمون هم قوممون آدم بکشه پشتش در میاد. مثلا تو یک قوم و قبیله‌ای مثلا هستن که میان صندوق خون دارن، یعنی میان هر سال یا پولی رو جلو جلو جمع میکنن که اگه از اون قوم و قبیله رفتن آدمی کشتن یا میگن ما دیهش رو میدیم، یا اینکه گردن میگیرن مثلا یا میگن 50 نفری کشتیم که نتونن اون فرد اعدام کنن. اصلا در دل خیلی از افراد رحم نیست. چرا؟ چون که من دوستم رفته یکی رو کشته، حالا من میام برم علیکی بگم منم بودم که اون اعدام نشه یا اون تنبیه نشه. این میگم یه فراتر از فقط قوانین اسلام ما، نکته پیکانمون رو فقط نباید بگیم، چون که دینمون اسلامیه، چون حکومت اسلامیه، چون که فرد که میاد یه نفر رو میکشه خب باید تنبیه بشه. چرا من باید بگم آقا من پولش از جلو جلو گذاشتیم کنار؟ خیلی ایراد فرهنگی بالاییه که خیلی زشته و خیلی زیاد هم هست. اون افراد یا قوم و قبیله‌ای که خیلی دعوا میکنن، اهل دعوا، چون خیلی رایج. متشکرم، ممنون از وقتی که دادید. ممنون جناب احمدی خواهی عزیز، نکتتون واقعا قابل تعمله. بله من به بحث آموزش فرهنگ اصلا اشاره نکردم، مستقیم رفتم نوک پیکار رو حمله رو گرفتم به اون سمت. اما خب این بحث مهمیه، کاملا باهاتون موافقم. ما توی همین مسئله فرهنگی در واقع توی خوزستان قسمتی که عشیره ها زندگی میکنن، این رو ما شاهدش بودیم. عشیره هایی هستن که به اصطلاح میگن دختر عمو برای پسر عموه، هنوز هم هستن در دولت های قبلی. اون زمانی که رفسنجانی روی کار بود اگه یادتون بیاد رفت اونجا سعی کرد با این شیوخشون صحبت بکنه و این مسئله رو حل بکنه. ما اونجا قتل ناموسی زیادی داشتیم و اینکه به صرف یک شک کردن ساده که یک دختری حالا اومده تهران درس خونده برگشته و باید با دختر پسرموش ازدواج بکنه رو شاهد بودیم. نمونهش فیلم اگر اشتباه نکنم فیلم عروس آتش بود که همون موقع هم من یادم میاد که من هم دبیرستان یا راهنمایی بودم، همون موقع هم سر صدا کردیم فیلم و این واقعیتی بود از جامعه فرهنگی. یا نمونه دیگریش هم ما داشتیم، یک کلیپی هم بودش که دوران هم پیش دانشگاهی بود که
صرف یک شک ساده پدری سه تا دختر خودش رو با تیر مناطق کردنشین کشت و همون موقع هم اون کلیپ خیلی سر صدا کرد و همینطور دعواهایی که پشت رفیق در میاد نمونه شما دوباره توی لردگان داشتیم شهرستان اصفهان در واقع شهر اصفهان نمونه دیگه شو توی چهارمحال بختیاری داشتیم توی یک منطقه کوچیک به نام قحطجان که اون هم از همین دعواها بود. من فکر می‌کنم این سیستم در واقع جناب احمدی خان من اگه بخوام شخصا جواب شما رو بدم این خانه انگار از پایوست یه مقداری که نه ویران است، این باید کلا شخم زده بشه و درست بشه لحاظ فرهنگی آموزشی تربیتی یه سری این مسائل واقعا در ریشه ای داره و باید ریشه یابی بشه. بحثش خیلی گسترده است. ممنون که اشاره کردید و من نکته که برداشت میکنم از حرف شما اینه که آموزش و آگاهی سازی توی قسمت فرهنگی بسیار بحث مهمیه. همین الان هم داریم، خود شما هم اشاره کردید به همین قتلی که چند وقت پیش بود یا همون قبلترش هم همین دختر خانمی که متاسفانه سر بریده شد و اونم خیلی فاجعه بود. همیشه هم این اختلاف البته هست جناب آقای احمدی خواه بین افرادی که موافق اعدامن و یا مخالف اعدامن. این دیگه واقعا قابل تأمل هستش که موافقان در اعدام هم ما دیدیم عکساش هستش که روبروی زندان اوین جمع شده بودن، یک سری آخوندهایی بودن که با پلاکارد روشون شد هشتگ اعدام کنید. این دیگه خیلی کار داره. از دوستان دیگه اگه تمایل به صحبت یا مشارکت در این بحث دارن میشنویمشون. در غیر این صورت من خود دست رو بالا نمیبینم. جناب آقای گلستانجوی عزیز خودتون مایک دارید با موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی، میشنویم شما جناب گلستانجوی عزیز. درود فراوان خدمت دوستان و همراهان عزیز. من دست بلند نکردم در بخاطر اینکه خب دیگه نوبت صحبت خودم بود، ولی در رابطه با این موضوع فرهنگ سازی، اینکه حالا جناب شیر محمدی مستقیم به قول خودش رفت نقطه پیکانه گرفت، اینه که واقعیتش همینطوره. حالا بر حسب این که حالا تو هر موقعیت جغرافیایی بالاخره خلوارا یه دینی دارن، همه که دیگه کل دنیا همه بیدین نیستن که بالاخره یه دینی داره، اون دینی که دارن یه دستوراتی داره که خب سالهاست اون تو گوش خلوارا رفته، یعنی با گوشت و خونشون یکی شده. برای همین تا بیان اونو از توی ذهن افراد در بیارن و بعد فرهنگ سازی کنن، باز هر چیز حساب کنیم میبینیم باز موضوع صحبت سر همون دین است. و اگر حکومت رو از دینم بخوایم جدا بکنیم، باز اگر قوانین طوری باشه که قوانین بر حسب اون احکام اون دین باشه، این هیچ فرقی نکرده، فقط جای حالا یه کلمه زشته جای این دوتا با هم عوض شده. حکومت برداشتیم مثلا یه چیز دیگه جاش گذاشتیم، در واقع هیچ تغییری نکرده. و هر چقدر هم که حکومت حالا فرهنگ سازی بکنه، اگر قرار باشه قانون بر حسب اون احکام دینی باشه، فرهنگ سازی فکر میکنم خیلی به ندرت جوابگو باشه. ولی خب خوشبینانه‌ش اینه که بهتره در نظر بگیریم که کار به همین روالی که جناب احمدی خواه گفت پیش میره و کارا درست میشه. و اما در خدمت شما هستم در رابطه با موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی. ولی قبل از اینکه بخوام در رابطه با عدالت اجتماعی صحبت بکنم، لازم هست که در رابطه با عدالت یه چند تا از معنیاش رو خدمت شما عرض کنم. عدالت در اصطلاح و لغت چند تا معنی داره که حالا من 3-4 تاش رو انتخاب کردم. یکیش قرار دادن هر چیزی به جای خودش، یا اینکه حد متوسط میان افراط و تفریط رو در قوای درونی رعایت بکنه، یا به تساوی تقسیم کردن، یا یه اصطلاح دیگه رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به اون فرد یا تجید. این موارد بخشی از معانیه که در رابطه با عدالت باشه. و اما عدالت اجتماعی چیه؟ عدالت اجتماعی به این معنی تعبیر شده که به عنوان حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچ گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند بشن و به حقوق همدیگه هم احترام بذارن و مصالح عمومی رو رعایت کنن.
به زبون ساده‌تر این که شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل میشه. رعایت عدالت اجتماعی از دیدگاه هر انسانی از من فکر می‌کنم از ضروری‌ترین اموره، ولی اینکه اون افرادی که خودشون هم عادل نیستن این موضوع رو انکار نمی‌کنن. تاریخ تا حالا نشون داده که تاریخ تا الان نشون داده که عدالت به عنوان یک امر فطری با خلقت انسان شکل گرفته و ضرورت عدالت اجتماعی با شکلگیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با همدیگه معنا پیدا کرده. ولی خب متاسفم از این که باید یادآوری بکنم که با اینکه عدالت اجتماعی آرزوی بشر بوده و هست، ولی هرچه بر دانش و آگاهی انسان افزوده شده، با این حال باز نابرابری و تبعیض و فقر در جامعه روز به روز هم بیشتر شد. با وجود این معانی که به خدمتتون عرض کردم، این رو باید در نظر بگیریم که خب انسان ها هم دست از کار نکشیدن و بالاخره خواستن که به این موضوع اهمیت بدن، و از اونجایی که این موضوع یکی از موضوعات اساسی و پایه‌ای هست و در تمام دنیا مورد بحث هست، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2007 در 20 فوریه رو به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی کرد و از کشورهای عضو دعوت کرد که با اختصاص یک روز به عنوان روز عدالت اجتماعی برای ترویج فعالیت‌های ملی مطابق با اهداف اجلاس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارد و در ریشه‌کن کردن فرد، ارتقای اشتغال کامل، کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کند. در واقع نامگذاری روز جهانی عدالت اجتماعی با هدف حمایت از کشورهای جامعه بین‌المللی در واقع انجام گرفت که در همین زمینه‌هایی که خدمتتون عرض کردم بتونن جامعه رو پیش ببرن. مهمترین هدف نامگذاری این روزها با توجه به افکار عمومی و سازمان‌های غیردولتی و همینطور دولت‌ها به موضوعی در واقع جلب میشه که احتمالاً در فهرست اولویت‌ها قرار نداره. این رو توی یکی از نشست‌هایی که در سازمان ملل در واقع شد این رو گفتن که آره، به دلیل اینکه این در واقع عدالت اولویت برای دولت ها نداره، این روز رو خواستن بهش اختصاص بده و از این گفته در واقع میشون برداشت کرد که عدالت به عنوان یک موضوع از اولویت های کشورها یا اقوام، حالا صحبت اقوام شد و ملل مختلف، قرار نگرفته. به عنوان نمونه‌اش هم میتونیم به حالا به وضعیت معیشتی، اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مردم کشور خودمون اشاره کنیم. مشکلات فراوانی که پس از گذشت سالها که از عمر حالا همین انقلاب میگذره مردم رو تو رنج و عذاب انداخت. در همین رابطه بعد من به دو تا ماده اشاره کنم در اعلامیه جهانی حقوق بشر. یکی این که ماده یک عنوان کرده تمام افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدانند و باید نسبت به همدیگه با روح، حالا در اعلامیه نوشته شده برادری، ولی من تو جلسات مختلف جناب شفایی میگفتش که بهتر بگیم برابری، منم با آقای شفایی موافقم، به این ترتیب که با روح برابری رفتار کنیم. همینطور در ماده دو عنوان کرده هر کسی میتونه بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگه و همینطور ملیتش، وضع اجتماعیش، ثروتش، محل تولدش یا هر موقعیت دیگه، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره مند بشه. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد اومد مگر مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی روش باشه که اون شخص بهش تعلق داره.
خواه این کشور مستقل باشه، تحت قیومیت باشه، یا غیر خودمختار باشه، یا حاکمیت اون به هر شکلی محدود شده باشه. 20 فوریه قرار انگیزه ای باشه تا دولت‌های جهان فعالیت‌های خودشون رو برای پیشبرد امر عدالت در واقع عدالت اجتماعی افزایش بدن. به تشخیص اجلاس عمومی سازمان ملل، تکامل و توسعه کشورهای گوناگون به عدالت اجتماعی، همبستگی، هماهنگی و برابری میان اون کشورها بستگی داره و ارزش‌هایی چون عدالت اجتماعی و برابری حقوق ارزش‌های بنیادی به شمار میاد. به عنوان نمونه ارائه سند 23 به نظر من نمونه بارز اجرا شدن این عدالت اجتماعی. دولت‌های جهان برای اینکه بتونن در کشورهای خودشون به جامعه‌ای برای به عنوان بگم جامعه‌ای برای همگان دست پیدا بکنن، متحد شدن سازوکارهای ایجاد کنن که عدالت اجتماعی رو چه در محدوده ملی و چه در پهنه جهانی پوشش بدن. اونها وعده دادن که البته خب وعده دادن اونها وعده دادن که ثروت رو در کشورهای خود عادلانه تقسیم کنن و امکان دسترسی همگان به نعمتهای مادی رو فراهم کنن. در اجلاس عمومی اعلام شد که رشد و توسعه بیشتر میبایستی برابری و عدالت اجتماعی رو بیشتر ممکن بسازه و یک جامعه عادلانه جامعه برای همگان. چنین جامعه پیش از هر چیزی میتونه بر شالوده حقوق بشر و آزادی های بنیادین سیاسی استوار باشه. و همونطور که قبلا هم گفتم، روز جهانی عدالت اجتماعی میبایست انگیزه باشه برای افزایش تلاش های جامعه بین المللی در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی برای همگان، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دستیابی به رفاه اجتماعی و نهایتاً اون چه در قاموس سیاسی بگم عدالت اجتماعی خونده میشه. ولی خب با این حال هنوز مسائل زیادی وجود داره که باید مورد توجه و رسیدگی قرار بگیره و من امیدوارم با برگزاری روز جهانی عدالت اجتماعی این مشکلات کم کم برطرف بشه. به همین منظور لازم هست یادآوری کنم که چجوری میتونیم عدالت اجتماعی رو در هر جامعه ایجاد کنیم. باید توجه داشته باشیم که ایجاد عدالت اجتماعی در هر جامعه به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی داره. و چنین شرایطی زمانی به دست میاد که افراد جامعه به دور از تعصب‌ها، تبعیض‌ها و بر پایه ملاحظه‌های انسانی و عقلانی روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه رو بر اساس عدالت شکل بدن. روز جهانی عدالت اجتماعی به ما یادآوری می‌کنه که همه ما باید دست به دست هم بدیم تا با مسائل اجتماعی که جامعه ما رو فلج می‌کنه مبارزه کنیم. باید قول بدیم که همیشه صدای خودمون رو علیه بی‌عدالتی، حالا هر نوع بی‌عدالتی، حالا اینجا صحبت از بی‌عدالتی اجتماعی داریم می‌کنیم، در هر صورت بر علیه هر گونه بی‌عدالتی بلند کنیم. چشم بستن بر روی مسائل اجتماعی هرگز راه حلی برای اون نخواهد داشت. این روز یادآوری هست برای تک تک افراد جامعه که این وظیفه جمعی ماست که علیه بی‌عدالتی اجتماعی اقدام کنیم. ما باید در برابر بی‌عدالتی اجتماعی بایستیم تا این دنیا رو به مکانی بهتر برای زندگی حالا خودمون و آیندگان تبدیل کنیم. جایی که عدالت انکار میشه، فقر اجرا میشه. جایی که جهل حاکمه و هر طبقه ای احساس میکنه که جامعه توطئه سازمان یافته‌ای برای سرکوب، غارت و تحقیر اونهاست، افراد در امان نخواهند. ممکنه مواقعی برای جلوگیری از بی‌عدالتی خب ناتوان باشیم، اما هرگز نباید زمانی برسه که در اعتراض کوتاهی کنیم. گاهی اوقات تنها راه رسیدن به عدالت اینه که اون رو برای خودمون در نظر بگیریم. سازمان ملل هر سال میزبان رویدادهایی برای بزرگداشت این روز و افرادی که در تبدیل اون به اون چیزی که هست کمک کردن و باید به اون توجه داشته باشیم که در واقع از اون روز بهره‌مند بشیم. و یکی از این موارد که حالا بتونیم بگیم که موارد نه، از افرادی که میتونن از این روز
به نحو احسن استفاده کنند معلمان و والدین هست. که از این روز برای آموزش ایدئولوژی های عدالت اجتماعی و چرایی اهمیت اون به کودکان خردسالشون در این دنیا استفاده کنند. دیگه فکر کنم الان با حتی با همین موضوعی که جناب خاتمی هم صحبت کردن و دوستان دیگه هم نظر دادن همه موافق هستیم که آموزش شرط اول هر موفقیتیه، حتی آموزش های درست و تا در نتیجه بعد این آموزش ها داده بشه تا در نتیجه این آموزش ها نسل بعدی ما اون اشتباهی که قبلی ها کردن مرتکب نشه و در نهایت همه ما بتونیم بدون ترس زندگی شاد، ایمن و کامل رو داشته باشیم. برای بیشتر نشون دادن حساسیت این روز جهانی هر ساله سازمان ملل شعارهایی رو به عنوان الگو مطرح میکنه. حتی اشتباه نگیریم با این شعارهایی که آقای خامنه‌ای هر ساله مطرح میکنه، اینا در رابطه با عدالت اجتماعی. که من دو موردش رو پیدا کردم، یکی سال 2019 بود که گفته شده بود اگر صلح و پیشرفت میخواهید برای عدالت اجتماعی تلاش کنید، و در سال 2020 هم گفته بود پایان بخشیدن به نابرابری ها برای دستیابی به عدالت اجتماعی. با توجه به مواردی که خدمتتون عرض کردم، حالا میخوام یه گریزی بزنم به وضعیت ایران تا ببینیم ایران که یکی از اعضای مجمع سازمان ملل هست، از اون اعضای ابتداییش هم هست، چطوری این عدالت اجتماعی رو رعایت می‌کنه. آی خدای من، یکی از حالا قدیمی‌ترا خوب حتما بهتر یادشون میاد، یکی از شعارهایی که هر سال البته میدن این شعارها رو که این مسئولین جمهوری اسلامی از بعد از انقلاب تا همین حالاش هم شاید اعلام کردن در رابطه با تحقق عدالت اجتماعی بوده. یعنی تمام همغمشون رو دارن جذب میکنن که این عدالت اجتماعی تحقق پیدا کنه. خب اما گذشته از این اتفاقات اخیر، اگه یه نیم نگاهی به خیلی ساده در جامعه بندازیم که تا چه حد فرصت برابری برای شهروندان هست، خب نگاه می‌کنیم که خیلی فاصله زیادی هست. امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران با شهرهای همرده و یا نزدیک کنیم، حالا یه مقدار بگیم در سایر نقاط، این امکاناتی که در شهرهای بزرگ یا متوسط هست با شهرهای کوچکتر و حالا دور دستتر. بعد از 43 سال هنوز شاهد اونیم که به خاطر عدم مسئولیت پذیری و نگاه ها و تفکرات و تصمیمات غیر کارشناسی بیشتر، حالا اگر نگم همشون، بیشتر مسئولین در بخش ها و قسمت های مختلف و برخی سازمان ها نه تنها، الان میخوام بگم برخی مشکلات، قطعاً نمیدونم اینقدر زیاده نمیدونم چی، حالا اکتفا بکنیم به برخی از مشکلات که حل نشده به بهانه های مختلف و ایجاد پروژه ها و برنامه ریزی های نادرست باعث هدر رفتن و ایجاد خسارت مالی فراوان به حقوق مادی و معنوی مردم و یا به عبارتی به بیت المال شده. من الان نمیخوام ریز اتفاقات بگم چون همه دوستان دیگه فکر کنم از ما که از کل دنیا دیگه از خرابکاری ها بگم بهتره، خوبکاری که نداشته اگه از خرابکاری ها آگاه هم. این تیکه که الان خدمتون عرض کردم، این که خب حالا مسئولیت آقایون مسئول عدم کفایتشون رو دارن، برمیگرده به اون معنی که یکی از معنی هایی که در ابتدای صحبتم در رابطه با عدالت کردم به معنی قرار نگرفتن هر چیزی یا هر کسی تو جایگاه خودشه. اگر نگاه کنیم میبینیم مثلا یه کسایی در یه پستایی هستن که نمیدونم مثلا چی بوده، یکیشون که من واقعا اصلا در هیچ وقت ذهنمو خالی نمیکنه همین آقای قالیباف که نمیدونم مثلا کجای دفعه معلومات دانشگاهی پیدا کرد و شد شهردار، بعد از شهرداری چطور به مجلس، اصلا چه ارتباطی داشت که به مجلس برسه و حالا بقیه داستاناش که این یه فرد خیلی من روش حساس شدم، نمیدونم حالا چرا،
ولی خب واقعا ذهنم مشغول کرد. ولی روی هم رفته این یکی نیست که اگه نگم همشون بالغ بر بیش از 90% همین تیکه. برای درک بیشتر و حالا یه خورده واضح تر کردن این وقایعی که از دست همین آقایون مسئولین بر سر جامعه ما اومده، من میخوام یه چند تا نمونهش رو خدمت شما عنوان کنم. خدمت شما که عرض شود ای خدا کدوم شده یا خدای من در از کجا شروع کنم که خدا میدونه. یکی بذار از این شروع کنم. اگر یه اشاره‌ای بخوام بکنم به برخورد افراد با ادارات دولتی یا نهادهای دولتی، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، چی بگم، هر کجا، نحوه برخوردها، نحوه خدمات رسانی‌ها، ارائه تسهیلات، حالا هر نوع تسهیلاتی از آموزشی گرفته تا حمل و نقل یا هر چیز دیگه، و یا اصلا ارائه امکانات اولیه زندگی در یه شهر یا روستا رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، اگر همینجوری به طور کلی بخوایم در نظرش بگیریم، به وضوح برای هر کسی قابل لمسه که افراد وقتی مراجعه میکنن، حالا من از خودم چون کارمند بانک بودم از بانکی‌ها شروع کنم، در کوچکترین شعبات، نمیخوام بگیم در شعبات مرکزی که بگیم خیلی لولش بالاست، در کوچکترین شعبات هم که در این افراد وقتی برای دریافت تسهیلات میومدن، خدا میدونه که از اول زمانی که من در بانک کار کردم تا آخری که دیگه از ایران اومدم بیرون، هیچ وقت نبود که من با مسئول دایره وام یا مسئول خودش رو به سر این موضوع بحث و گفتگو نکنم. تبعیضی که الان ما دنبالشیم که میگیم حالا در رده های بالا رو ما نگاه میکنیم، میگیم که تبعیض در کجا و کجا و سن چجوری اجرا میشه، من تو این رده پایین، من فرق نمیکنه حالا در یک شعبه حتی کوچیک، به راحتی میتونم به هر کسی نشونش بدم. در یک زمانی منو برای حراست بانک خواسته بودن، من درخواست یک انتقال داده بودم از تهران به شهرستان، حراست منو خواسته بود، به من گفتش که شما میشدن به اینکه چه دلیلی داره میخواین از تهران برین شهرستان؟ گفتمش که چطور مگه؟ گفت همه خیلی تلاش میکنن از شهرستان ها بیان تهران. گفتم اگه اینجوری پس شما فکر کنین من مغزم مشکل داره. گفت نه خواهش میکنم، چرا این حرفو میزنید؟ گفتم نه دیگه، شما همه تلاش میکنن بیان تهران و من دارم برعکس انجام میدم، حتما من مشکل دارم. ولی خب من میخوام بگم شما یه امتیازی برای تهران بذارین تا من بگم آقا به خاطر این امتیاز من میمونم. انقدر با هم صحبت کردیم که طرف فقط نظر هم نگفت، غلط کرد. خب ببخشید آقا بتونید حق با شما، هر چیزی شما میخواین من ما مشکل نداریم. یعنی اصلا یک در کوچکترین جزئیات یک کار بانک من میتونستم تبعیض رو به هر کسی نشون بدم، از بازرس بانک گرفته تا هر یه آدم عادی، و همه جا اینجور بود. حالا من از بانک گفتم چون خودم شاهد زندش بود. الان تو همین چند وقت پیش همین یکی از دوستامون صحبت از زلزله خوی رو کرد. تو همین زلزله خود دولت چه وظیفه‌ای داره به جز اینکه رسیدگی کنه به این افرادی که بر حسب حادثه، حالا کار نداریم که حادثه دستساز بوده یا غیر دستساز، اون رو اصلا من بهش اشاره نمی کنم، بر حسب حادثه خسارتی به مردم وارد شده، خب کی باید به داده این مردم برسه؟ خودشون جبران کنن؟ بالاخره دولت یه کاری باید بکنه دیگه. دولت اومده به عنوان مثال بنیاد مسکن اومده بهشون گفته که آقا من به شما تسهیلات میدم، طرف رفته تسهیلات بگیره 15 میلیون دادم واسه بازسازی خونه. دارم یا 15 میلیون اصلا چه معنی داره؟ 15 میلیون که الان پفک باید پفک و بیسکویت این حرفا بخرید. حالا اون نگفته، من دارم میگم 15 میلیون به جای نمیده، من 200 میلیون حداقل هزینه خونه است. اونا گفتن که ما نمیتونیم. میشه رفته شکایت پیش استاندار کرده،
استاندار بوده که چه اجبارتو نکنه بریم بگیریم که اه آقا پس من اینجا چی کارم؟ خودم که خونم رو خراب نکردم که، بر حسب اتفاقی حادثه هستن، حادثه طبیعی یکی باید من کمک کنم، 15 میلیون شما به من بگید چی کار بشو کنم. اومد تو به جنگ که حالا دلجویی کنی ازش، حالا یه راهی برش پیدا کنی، یا اصلا دلجویی کنی، اصلا همین با کلام دیگه کمک حالی برش بوریم بشو که کسی بتونه اجبار نکرده بگیریم. این جواب مسئولینیه که تو جایگاه خودشون قرار نگیره. البته اینا که مسئول هم نیستن که، حالا گذاشتن که در یه پستی ولی خب حالا شدن مسئول. یا یه مورد دیگه که بخوام اشاره کنم، شهرها و روستاهای دوردست و کیفیت خدماتی به این افراد، حالا کار نداریم که نمیدن ها، فرض کنیم که میدن، حالا اون خیلی دور دستا رو نمیدن، یه خورده جلوتر، خدماتی که به افرادی که در این مناطق داده میشن رو با شهرهای بزرگ و یا افراد سرشناس و متصل به عوامل دولتی یا حالا سیاسی، اینا رو باشیم در نظر بگیریم. بگذاریم که این آقایونه که حالا اتصال دارن میتونن کارهای خارق‌العاده‌ای انجام بدن که منافع بیشتری ببرن رو، من اونا رو اصلا اونا رو هم در نظر میگیرم. من میگم اگر منصفانه بخوایم حساب بکنیم، بگیم شما به یه سازمانی مراجعه میکنیم، منم مراجعه میکنم، شما آدم سرشناس هستی یا بالاخره از عوامل دولتی هستی، من یه آدم ساده هستم، آیا همونجوری که به شما برخورد میکنم با من برخورد میکنن یا نه؟ اصلا من وارد میشم که طرف داره همونجوری اینا که دارم میدونم تو بانک ها، طرف سلام میکنه، طرف سرش رو تکون میده، بعد فکر کنه داره زنگ یا چیز میشه، بعد اگر به فرد یه مشتری لول بالا بیاد جلو پاش تا چیز بالا میشه، شاید خمم میشه که حالا یه آقای اومده که حالا یه 2000 پولش تو بانکه و حالا بالاخره میخواد بگه مشتری سرشناس بانک. البته که مشتری های سرشناس باید یه تسهیلاتی بهشون داده بشه، ولی اون رفتاره و اون عمل کرده اصلی نباید تبعیض آمیز باشه، ولی خب هست در جمهوری اسلامی. موضوع دیگه کودکان، باید این کودکان مرزی، به نظر شما این عدالت هست که کودک در همین آب و خاک باشه، در همین کشور باشه، مثل کودکان سیستان و بلوچستان، شهرهای جنوبی کشورمون یا شهرهای غربیمون در کشور، از نعمت مدرسه و مرکز بهداشتی و درمانی و حالا تفریحی که اصلا نمیتونم تفریحشو بگم، ولی حالا بگیم تفریحی هم محرومن، در سرما یا گرما انقدر کم بوده امکانات هست که در نهایت طرف اصلا ترک تحصیل میکنه یا عملا نمیتونه به تحصیل برسه، در برابرش فرزندان و نزدیکان حالا آقازاده که میگن اینا آقازاده، آقایون که اصلا با پولایی که از ناکجا آباد به دستشون میاد هزینه های تحصیلی و زندگی و رفاه خودشون رو تو کشورهایی مثل آمریکا، کانادا یا بسیار کشورهای اروپایی میپردازه. مورد در اصل زیاده، حالا من این چند تا رو داشتم میگم. یا یه مورد دیگه، بیمارستان ها، اگه بیمارستان های خصوصی یا دولتی مراجعه بکنیم، خب بعضن حالا کار نداریم اونایی که عملا اصلا کلا به یه نحوی بیمه نیستن، الان البته فکر کنم تا اونجا که من اطلاع داشتم بجز حالا نمایه مرزی رو اطلاع ندارم، ولی در بقیه شهرها میدونم که چند سالی بیمه الزامی شده، ولی حالا فرض میگنیم که همه بیمه هستن، بیمه تامین اجتماعی، نحوه برخورد و سرویس دهی افراد در بیمارستان های تامین اجتماعی با مرکز خصوصی، این رو در نظر بگیریم. همینجوری که این دو تا مورد رو بخوام در نظر بگیریم، خب حالا کار نداریم که یه وقتایی میگیم که حالا میگن اون دست خداست، اون سر جای خودش، ولی اگر اون مقوله رو بذاریم کنار، سرویس دهی یه بخش خصوصی که یه کسی که حالا بگیم میگن دستش به دهنش میرسه یا خود وضعش بهتره، خب یه بیمارستان خصوصی میره
و احتمال خیلی زیاد داره که مثلا جونش نجات پیدا کنه. ولی اون یکی که توی بیمارستان تامین اجتماعی میره، خدا به دادش برسه، مگر خدا زنده نگهش داره. و اینا اگر خود بیمارستان نکشنش، قطعا طرف از بین میره با اون سرویسی که تو اون بیمارستان میره. آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقای اجتماعی، بهداشت روانی و فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه میسر باشه. این رو تو قانون اساسی هم گفته. البته قانون اساسی حرفای قشنگ زیاد توش داره، ولی خب حالا این تیکش هم گفته شد. به عبارت فرصت اجتماعی باید برای همه یکسان باشه. که اگر اینطوری باشه میتونیم بگیم عدالت اجتماعی در واقع اجرا شده و میشه بگیم مفهوم کامل، حالا کامل که نه ولی در مفهوم اجرایی شده. ولی همه هم میدونیم نخبه ها رو بذاریم کنار، افراد عادی رو داریم میدونیم. تمام جوان ایرانی گذشته از اینکه در انتخاب یک حداقل شغل در تبعیضن، در زمینه تحصیلات دانشگاهی هم لایبامیتو تا دلتون بخواد مشکلات رو دارن. یکی ستاره دار شدن دانشجو، یکی هم حذف دانشجو از جمله دانشجوهایی که حالا خیلی سر به سرشون میذارن و عملا حذفشون میکنن دانشجوهای بهایی هست که اصلا انگاه اینا جزء افراد جامعه نیستن. خب عدالت اجتماعی با چنین مشکلاتی چطوری میشه بگیم که آه این عدالت اجراییه؟ عملا بهتر بگیم اصلا در واقع نیست دیگه. عدالت اجتماعی که پیش نیاز توسعه همه جانبه هست، با آموزش و تغییر بافت فرهنگی مردم، رشد و نگاه برابر انسان ها به همدیگه، در واقع بگم پرهیز از بحث خودی و غیر خودی، الان این اصطلاح خیلی باب شده، یا قومیت گرایی، ایجاد سیستم های متمرکز و در نهایت ارائه مناسب خدمات اجتماعی مبتنی بر مالیات مردم تحقق پیدا میکنه. در سیستمی که عده خودشون رو برتر و وارسته تر از دیگران بدونن و در واقعی هم خاندان حاکمیتی ایجاد کردن، دیگه تحقق عدالت در واقع میشه گفت اگر بگیم امکان پذیر نیست، خیلی کم رنگی. در یک جامعه عدالت محور همواره امکان رشد افراد و شرکت های نوپا وجود داره و در این راه تنها استعداد و تلاش انسان ها حرف اول رو میزنه، نه باندبازی و در واقع خودی و غیر خودی و قومیت گرایی و این حرف ها. که متاسفانه ما تا اینجا چنین جامعه، تا ایجاد چنین جامعه باید بگم در حال حاضر که راه طولانی رو در پیش داریم. چهره خیابون ها، کودکان کار، واحد های آپارتمانی کمتر از 5 متر، اونم حتی در شهرستان ها، زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی مخصوصا تو همین مدتی که الان همه دنیا شاهدش هست، نشون این میده که عدالت در جامعه ایران در عمل هنوز واجهی غریب و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی در واقع رویاست. در از چندگاهی صرفا در مقاطعی چون زمانهای انتخابات یا سخنرانی ها این موضوع داغ میشه و در واقع ازش میگن روغندانش رو زیاد بحث در این رابطه زیاده، ولی من دوست دارم که این خیلی خوشحال شدم که جناب بازداران اخبار رو خیلی کوتاه کرد، چون این خبرهای بد خب ناخودآگاه در اختیار همه قرار میدن و این که آدم هی بخواد بیشتر تکرارش هم بکنه جز اینکه انرژی این خبرهای بد رو زیاد میکنه، چیزی دیگه رو در پیش نداره. برای همین منم هم خواستم این قسمت که مربوط به بی‌عدالتی در ایران بود رو سعی کردم یه خورده کمتر صحبت کنم، هرچند که خیلی هم زیاد گفتم. ولی خب از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید از همگی سپاسگزارم. با امید روزی که در آینده نزدیک با یک مدیریت عدالت محور و عدالت گستر به کمک هموطنان وطن پرست و خدمتگزاران کارشناس نبرد و متخصص از کشور خودمون ایرانی شاد
آباد و جامعه سرشار از عدل و عدالت رو شاهد باشید. جناب شیر محمدی، من صحبتی ندارم، مایک رو براتون آزاد کنم اگر دوستان صحبتشون در خدمتشون. ممنون جناب گلستانجی عزیز. با موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی همونطور که خودتون هم اشاره کردید، بحث بسیار گسترده ای هست، یعنی در هر نقطه ای از اینجا ما میخواییم تمرکز بکنیم میبینیم که برمیگرده به عدالت اجتماعی. یکی از مسائل مهم در عدالت اجتماعی، من کوتاه اضافه بکنم که عدالت اجتماعی نه تنها حق همه شهروندا هستش، بلکه الان خب مورد تبعیض قرار میگیرن شهروندان عادی، حتی شهروندان که به اصطلاح حالا یا وابسته هستن یا داخل نیروی انتظامی هم هستن هم شاملشون میشه. من یادمه که افراد مسئولی در اینترپول بودن که در قسمت نیروی انتظامی که متاسفانه به خاطر همین نبود عدالت اجتماعی مجبور شدن که از شهرهای دیگه بیان اونجا بمونن و تو شرایط بسیار نابرابر در خوابگاه سربازها اینها بمونن، استراحت بکنن و این تو یک برهه‌ای منجر به خودکشی کادرهای نیروی انتظامی هم میشد. من این رو به شخصه شاهدش بودم چون توی اونجا خدمت کردم و خب به جای اینکه بیان این بنده خدا رو بفرستن به یک شهرستان دیگه، در واقع اون مسئول کادری مشکل شما رو داشت، حالا شما توی بانک بودین، ایشون نیروی انتظامی بودن خواست به شهرستان قزوین منتقل بشه، اما خب به هر دلیلی ایشون رو موافقت نمی‌کردن و انقدر کادری پیدا می‌کرد که این بنده خدا توی مسائل شخصی از جمله نگهداری کودک و به هر حال زندگی شخصیش مشکل دار شده بود. بلکه می‌خواستم اینم اشاره بکنم، فکر نکنیم که فقط افراد عادی در واقع تحت فشار هستن، شهروندانی که عادیان، نه، این حق در واقع این عدالت اجتماعی گاهی اوقات انقدر در ایران نقض میشه که پاگیر افراد که حالا به واسطه یا غیر واسطه یا مستقیم یا غیر مستقیم به نظام هم مربوطن، دست پاگیر اونها هم میشه، این دامنگیر اونها هم میشه. این ممنون از بحث خیلی عالی شما. از دوستان اگر در این رابطه نظری هست، صحبتی هست یا مطلبی رو میخواین اضافه بکنین در رابطه با این روز مهم عدالت اجتماعی، حتما حائز اهمیت هستش که شرکت بکنین. یه مسئله دیگه هم که من در این رابطه به ذهنم میرسه اینی که شما خیلی قشنگ اشاره کردم، می‌خواستم تو سوال از شما بپرسم که آیا جمهوری اسلامی اصلا کاری کرده مثلا توی این داستان عدالت اجتماعی که عضوم هست، مثلا کاری کرده که خود شما هم مثلا پاسخ منو دادین، گفتین اصلا کاری نبوده که اینا بکنن و فقط همون شعاری که شما گفتین، شعارهایی که اینها دادن به صورت فقط لفظی، همون جواب من هست. جناب آقای بازاران، دست شما بالاست، ما در اختیار شماست، بفرمایید، میشنویم شما. درود مجدد خدمت دوستان و عزیز. نکاتی که آقای گلستان جو اشاره کردن منو یاد یه خاطره انداخت. من با یکی از دوستانم که تصمیم گیرنده بودن داخل شورای حل اختلاف صحبت میکنم، بسیار آدم مثبت و نرمالی بود، ولی این بحث رو باش مطرح کردم، سوال ازش پرسیدم، گفتم شما نمیتونید عدالت رو اجرا بکنید. گفت که بچه، گفتم شما فرض بر این و به شورای حل اختلاف حالا به شما مراجعه بکنه، فرض کنید که این خانم مسلمان نیست و در ایران داره زندگی میکنه، بابت اعتقاداتی که داره شاید از حجاب استفاده نکنه، وقتی که بدون حجاب به شما مراجعه کنه، آیا شما اصلا راهش میدین داخل اون ساختمون که بتونین بعداً به اون مسئله رسیدگی بکنید، حالا بخواید حقوقش رو براش محقق بکنید؟ جواب ایشون منفی بود در کمال صداقت و این نشون میده که آدم‌ها شاید نظرشون مثبت باشه، شاید به شخص مشکلی نداشته باشن که بخوان سنگ بندازن جلوی پای بقیه، ولی اون ایدئولوژی و اعتقاداتی که دارن جلوی این قضیه رو میگیره که بتونه عدالت برقرار بشه. و تا ما قوانین نداشته باشیم که خارج از قوانین شرعی باشه و جدا از دین باشه، ما عدالت اجتماعی رو داخل کشورمون، نه تنها داخل کل جهان، ما نمیتونیم همچین چیزی رو شاهدش باشیم. مرسی. من مایک رو آقا کنم.
ممنون جناب بازرگان عزیز. بله، در همین رابطه صحبت شما من با شما موافق هستم. با موافق هستم آقای گلستان جان اشاره کرد که در قانون اساسی اشاره شده و متاسفانه فقط در حد حرفای قشنگ هست. دوستانی که حالا اینجا اگر مطالعاتی در رابطه با قانون اساسی داشته باشن، من که به شخص با این حال که دوران دانشجویی از درسهای تخصصی ما بود قانون اساسی، چیزی غیر از در رابطه با وظایف و اختیارات رهبری رو استاد گرانقدر آقای جعفری بود چیزی به ما نگفتن متاسفانه، اما خب حرفای قشنگ بسیار است. جناب آقای شفایی خوش آمد میگم به شما، مایک در اختیار شماست، دستتون بالاست، بفرمایید بیشتر شما. سلام دوستان، خسته نباشید. من متاسفانه فرصت نشد از اول جلسه باشم، ولی از آقای گلستانجو تشکر میکنم. موضوع بسیار خوبی رو هم مطرح کردم و خیلی خوب بررسی کردم، مخصوصا یه مطلبی بود که بحث خودی غیر خودی ایشون مطرح کردن. واقعا جامعه ما، حالا ایشون گفتن دو تا، من میگم سه بخشه: جامعه خودی، غیر خودی و یه نخودی. یعنی اون جماعتی مثل ماها شدیم جز نخودی ها، چون اونا که خودی هن که خودی هن، غیر خودی هم که تو ایران هن، ما اونایی که اومدیم بیرون ما دیگه اصلا نخودی هستیم، یعنی اصلا توی بازی نیستیم متاسفانه. و این واقعا این بحث عدالت اجتماعی جز مواردی که خیلی باید روش کار بشه. خوشبختانه 3 سال پیش دوستان ما، من لینکش هم گذاشتم، راجع به عدالت اجتماعی یک کلیپی تهیه کردن، صحبت‌های خیلی خوب. من از آقای گلستان جون خواهم خواهش کنم که این کلیپ رو ببینن، چون در واقع الان لازمه بروز بشه. یعنی دیگه یه سری مثالایی که زده شده مال 2 سال قبل، 3 سال قبل، 5 سال قبل، اینا رو تبدیل به روز بکنن و یک کلیپ دیگری رو معین بکنن و منتشر کنن، چون جزء واجباته، این جزء چیزایی که ما همیشه باید گوش بدیم، همیشه باید مد نظر داشته باشیم. ولی واقعا خسته نباشید جناب گلستان جو، خیلی عالی بود، مرسی واقعا، مرسی. ممنون، سپاس از شما جناب آقای شفایی و جناب آقای گلستان جو و دیگر دوستان عزیز. من ابتدای صحبتم هم گفتم آقای بازاران خیلی قشنگ موارد خلاصه کرده بود. اینا هستن افرادی که توی بحث گزارش هستن، واقعا تحت حملات اخبار منفی همیشه هستن. آقای احمدی خواه عزیز، مایک با شماست، بفهمید میشنم شما. درود و وقت بخیر مجدد. ببینید، به نظر من عدالت یک موضوع درونیه، فرد یک باور درونی باید بشه که به وسیله قوانین محکم با پشتوانه‌های قوی حمایت بشه. اینکه فرد و اجتماع تک تکشون باور نشه محقق نمیشه، و این همون بحثی که باز موضوع قبلی بود، آموزش و پرورش و فکر سازی مردمه. چون که عدالت تقریبا قرار دادن هر چیزی در جای درستشه، و اگر همه به فکرش نباشن نمیشه. مثلا یه گروهی باشن یه گروهی نباشن، به خاطر همین این آموزش و پرورش که میتونه کمک کنه و بودن یک حکومتی که حرف و عمل شکی باشه. یعنی شما بشین پای صحبت آقایون جمهوری اسلامی و اگه ندونی ایران کجاست، میگه خب چه حرفای قشنگی، یا قوانین رو بخونیم یا تم قوانین قشنگی، ولی خب وقتی که تجربه کنیم میبینی هم چیزی نیست. و درست حرف زدن، قوانین درست گذاشتن فایده نداره، عملش مهمه. چون که ما میتونیم حالا 2 تا کتاب قانون هم بیاین کپی پیست کنیم از یک کشور خوب و بذاریم، ولی خب هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشه. این مشکل اصلی همین ضمانت اجراییه. یعنی حرف خوب زدن، کار خوب کردن خیلی راحته، هزینه ای نداره. متشکرم. ممنون از شما جناب آقای احمدی خواهی عزیز بابت نکات خوبی که اشاره کردیم. صحبت از عدالت اجتماعی بود، این هم همچنین نامربوط نیست، صحبت از آقایون هم بود. جناب آقای رئیسی امروز اعلام کردن که آینده سفره ایرانی ها رو، یعنی در واقع خانوارها رو روشن می‌بینن. عدالت اجتماعی بود که اینم شوخی امروز بود. از بقیه دوستان و افرادی که حاضر در جلسه هستن، اگر نقطه نظری مشارکتی هست با اشاره دست من راهنمایی بکنن که من مورد در اختیارشون قرار بدم. در غیر این صورت ما میرسیم به موضوع بحث آزاد، در واقع بخش بحث آزاد با موضوع حق اعتراض و بازداشت ها که
مسئله بسیار مهم و حائز اهمیتی هستش که ما بارها در رابطه با حق اعتراض، در رابطه با رویکرد حقوقی اعتراض کردن و حق شمردن اعتراض، چه به صورت قانون چه به صورت مدنی و چه به صورت حقوق شهروندی، دوستان هم در بحث آزاد بارها بوده که در رابطه باهاش صحبت کردن، هم در رابطه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بحث در بخش‌های در واقع تخصصی‌تر در رابطه باهاش صحبت کردن. جا داره که من امروز هم یاد بکنم از این که روز 131 هستش از اعتراضات و به نوعی انقلاب داخل ایران که امروز هم 5 بهمن هستش. من دوست دارم که به جای اینکه بیایم این بار رو از حرفای تکراری و تعریف حق و نوع اعتراض و حقوقی که در واقع ما ازش برخوردار هستیم به صورت ذاتی و طبیعی بخوایم اینها رو دوباره مرور بکنیم، بیایم از یه جنبه دیگه نگاه بکنیم که ببینیم در طی این جلساتی که با هم داشتیم و حتی برگردیم رو به اعتراضات و انقلاب ایران. خب ما افرادی که توی کمیته هستن، خود من به عنوان مثال شاید 2 هستش که توی کمیته کار کارگر اخباری که نگاه میکنم میدیدم بابا این اعتراضات، این حق اعتراض و افرادی که معترض بودن این بود اصلا قبل از این شلوغی ها، قبل از این انقلاب اینا، این کارگرها هر روز اخبار بچه ها، یعنی ما خودمون میفرستادیم کنترل میکردیم با هم و میدیدیم که در واقع دوستان معترض هستن، کارگرها معترض بودن. اما یهویی میبینیم که از یک مقطعی به بعد این گسترده تر میشه و خب دوستانی هم بودن که تخصصی کار نمیکردن، انگار تازه متوجه شدن که او مثلا کارگرهای پتروشیمی یا کارگرهای این شهر اون شهر، پس اینا هم معترضن. من بارها اعلام میکنم بابا خیر، اینها فقط من میدونم که 2 قبل از این اتفاقات معترض بودن و از این حقشون دفاع میکردن. اما میخوام اینو بیارم جلوتر و برسیم به این که به جای اینکه اینو مرور بکنیم، برسیم به این که به صورت شخصی اگه بخوایم این رو مطرح بکنم، دارم میبینم که امروز بابت حق اعتراضی که من دارم میبینم، به عنوان مثال بخوام مثال بزنم، من اگه امروز میبینم که آقای بازداران داره اعتراض میکنه، دستگیر میشه، بازداشت میشه، نفر دوم من هستم. ما این رو در همین در واقع اخبار جدید زندانی سیاسی آقای فرهاد میثمی رو داشتیم که به عنوان یک معترض بلند شده و از حق اعتراض 5 نفر، 4 نفر دیگه داره دفاع میکنه. یا به گونه های مختلف ما این رو میبینیم که کارگران سنفی، خب اخبارش هست، وقتی که یکیشون 2 دستگیر میشن، بقیه میان از این حق اعتراض دفاع میکنن. من لزوم این آگاهی رسانی رو دارم میبینم، تکرار و استمرار رو دارم میبینم و فکر میکنم، البته اگر درست فکر بکنم، فکر میکنم که تا به حدی به این آگاهی رسیدن که این حق هست و زمانی که آقای بازداران دستگیر میشه، من حق خودم میدونم که بلندشم از حق آقای بازداران دفاع بکنم و این به صورت زنجیروار در اصناف هست، در زندانیهای سیاسی هست، در معلمان و در بحث آموزگاران هم وجود داره، این اساتید همینطور. و میخوایم از این، من دوست دارم که این بحث آزاد رو از این منظر امروز بررسی بکنیم، نه اینکه دوباره بخوایم از تکرار مکررات و حرفها استفاده بکنیم. این رو از نظر شما دوستان عزیزی که اینجا هستین چطور میبینین؟ آیا با من همسو هستین که مقداری این آگاهی در این به صورت زنجیروار مردم به این باور، نخواهیم از کلمه ایمان استفاده بکنیم، به این باور رسیدن که امروز این حق از یعنی در واقع این یک حق هست، یا هنوز درست ما استمرار باید داشته باشیم و کار بکنیم؟ لزوم استشاره استمرار رو من گفتم به وجود، اما آیا با من همسو هستید که این انگار یه تکونی خورده؟ ممنون میشم. آقای گلستان جون، مایک به شماست، بفرمایید. متشکرم جناب شیر محمدی. خدمت شما که اجازه اول یه موردی رو من اشاره کنم، اگر این که تا حالا قبل از این مدتی که مردم، حالا یه انقلاب جدیدی که الان شما تا قبل از این، اگر مردم اعتراض نمی کردن، این میگم فرض رو بایی میگیم که حالا خیلی کم بود یا حالا به نحوی اعتراض نمی کردن، برمیگرده به اون یه سری اعتقادات افراد. ما هنوز شاید قشر سن
میان سال به بالا. هنوز در ایران زیاد داریم که استنباط من اینه که همچنان به دلیل اون اعتقادات اسلامی که دارن صحبت از اعتراض نسبت به حاکمیت و چون حاکمیت یه حاکمیت اسلامی هست به اسمی که الان هست اشکال پیدا میکرد. این انقلابی که الان هست جزء انقلاب افراد جوونه، افرادی که زیر بار اون داستانهایی که حالا پدران ما رفتن دیگه تقریبا نمیرن، چشم و گوش بسته هر چیزی رو بهشون بگی قبول نمیکنن. اسلام یعنی این که حالا از این تعریف بود که من میدونم، اگر جناب شفایی استاد اگر اشکالی صحبت من داره خودشون تصحیح میکنن، اسلامی رو که مثلا من به من یاد دادن این که یه آقای به عنوان مرجع تقلید وجود داره که هرچی اون میگه اگر طبق گفته های اون عمل بکنی کارهای شما درسته، در غیر این صورت کارها ایراد داره، عبادت تو زندگی اصلا زندگی ایراد داره، زندگی ایراد داره. خب وقتی از بچگی به من اینو یاد میدن عملا دیگه اعتراض بی‌معنیه نسبت به هر چیزی، چون من یاد میگیرم که یک کسی که به عنوان مرجع تقلیده و همه هم مثل اونن که الان تو حکومت اسلامی کلا همه جزء آقایون علمای دینی هستن، پس همه کارو درست دارن انجام میدن، اگر اشتباهی هست از خود من نوعیه، پس عملا اونجا تو ذهن من میکنن که اعتراض اصلا معنی نداره. چه درد حالا باید من رو خودم یا فرهنگ سازی بشه به نحو دیگه که آقا تو حق اونا درست، اونا اگر در یه مسائلی علمی دارن سر جای خودش، ولی تو حق اعتراض هم داری. حالا بر حسب این که من این آگاهی به من برسه و بخوام بتونم اعتراض بکنم، من عملا یه ایدئولوژی مخالف با اون آقایون دارم. اونا به من اعلام کردن که آه هرچی ما میگیم درسته، 1400 ساله این رواله. حالا من بعد از 1400 ساله اونا میگن آه تو درسته، تو بر خودت میگی درست میگی، من فکر میکنم تو داری اشتباه میگی. خب اینجا میشه تقابل بین اون ایدئولوژی که به عنوان حالا حاکمیت اسلامیه و من نوعی که حالا نمیخوام اونو بپذیرم. این رو اگر من تنها باشم، خب حالا یه گوشمالی بهم میدن یا در حد توضیحه، یا حالا نمیدونم یه شفاهی یه تعهد بگیرن، تطبیع بگیرن، بالاخره مثل اون قبلنا، مثل قبل از این انقلابه، صداش در نمیاد. حالا گلستان روی حرفی زد و یه چاپن فرمان پشت سرش بودن، اونا هم تعهد گرفتن و تموم شد. از این مجموعه ما به اون طرف تر درز نمی کنه تا اونا هم بفهمن ببینن این بلایی که داره سر من میاد سر اونا هم داره میاد، پس بذار اونا هم اعتراض کنن. تا این اتفاق بیفته که ما همه با هم یه دست بشیم، خب یه زمانی رو میتره که حالا شده اینی که الان داریم میبینیم. و وقتی که الان اتفاق به این صورت میفته که همه با هم یه دست میشن، حالا کار نداریم هنوزم یه دست کامل نشده، یه عده کسی رو با هم یه دست میشن، حکومت این وسط در واقع میبینه ماهیتش داره به باد میره. خب چه کار میشه کرد؟ اگه بتونه مثل اون گذشته یه گوشمالی به من بده و مثل من رو نگه داره، حالا یه جوری سر قضیه رو هم بیاره که خب تموم شد. اگر نخواد قاطع وایسه، مثل این کاری که الان دارن این آقایون به عنوان جنایت عمومی انجام میدن، دیگه باید خودش رو جمع کنه بره، غیر از این راهی نداره. و تو حالا من فکر می‌کنم تو تاریخ هم میشه قدرت یه چیزیه، وقتی دست کسی هست به این راحتی ها نمیخواد دستش بده، به هر قیمتی میخواد نگرش داره، ولی اینکه هر اتفاق خاصی بده میگه یه تایش دیگه حالا قرارش جون خودش در خطر بیاد و خودش بذاره یه طرف قایم شه. این که بازداشتایی که الان اتفاق میفته همه به نظر من بابت همین داستانه که حکومت ماهیت خودش رو دیگه در خطر میبینه، دیگه بازداشت حداقل کاریه که میتونه بکنه. من تازه یه وقتایی از این میترسیدم که اینا انقدر وقیح بشن که به عنوان حالا خامنه ای که خودشو مرجع نه چی میگن خدایا ولی فقیه میدونه حکم بده که آها یه وقتی چند سال پیش آتش به اختیار داده بود به این جماعت میافتن به جون مردم. اگر من یه دفعه به ذهنم اون اوائل این خیزش به ذهنم افتاد که خدا کنه این داستان ختم به خیر بشه، یه دفعه این انقدر وقیح نشه، حالا به اون تعداد نیرویی که داره یا حالا میتونه از کشورهای دیگه جمع جور کنه بگه آقا اینا دارن ضد اسلام ضد خدا، ولی میاد ضد خدا دیگه اصلا خدا همینا که تو ایرانن جا میزنن، وای بالا اونایی که مثلا حالا به ما نیروی کمکی میارن بنزنن شدون مردم.
زندان کردن هنوز از دید من یه خورده جای امیدواری داره که ما در حد زندان هنوز انقدر واقعی نشدن که بخوام کار خطرناکتری بکنم. و امیدوارم که مردم یه خورده همتشون رو بیشتر کنن، اون یک دست شدنه بیشتر بشه که عملا اون حاکمیت جون خودش رو ورداره، حالا بره یه طرفی، حالا هر جهنمی میخواد بره، که مردم بیشتر از این خسارت وارد نشن. ممنونم. ما کار داریم. خیلی ممنون جناب با گلستانجوی عزیز. بله، به دو نکته اینجا من یادداشت کردم از صحبت شما اشاره ریز بکنم و ازش رد بشم. یکی این که یک پارچه و یک دست شدن رو ما توی بحث، حالا شاید بحث تخصصیمون نباشه، توی بحث انقلاب ها داریم. زمانی که اگر ما برسیم به پدیده فقر و گستردگی فقر، بلند نمیشن افراد مگر اینکه این فقر گستردگی خودش رو در واقع دامنگیر همه بشه. یعنی به عنوان زمانی که همینچنین که برای آقای گلستانجو مشکل پیش میاد، من خودم رو جدای از ایشون نبینم و بدونم که ایشون جزو از فامیل منه و جزو از برادر خونی منه و امکان داره پس برای این مشکل برای خود من پیش بیاد. تا این مسئله گسترده نشه، متاسفانه یکی از فازهای انقلاب رو نداشتم میتوندم، یکی این مسئله استمرار و گستردگی بودی که هم مسئله از آتش به اختیار جناب گلستانجو کاملا قشنگ اشاره کردید. ما توی آتش به اختیار برمیگردیم به گشت ارشاد چند سال گذشته و برمیگردیم به یکی از اسید پاشی هایی که در اصفهان اتفاق افتاد. اینا آتش به اختیار بودن و جالب این که اون افرادی که پای سخنان رهبر جمهوری اسلامی میشینن، اونا هنوز نیومدن وسط در واقع میدان. یعنی بعضی حالا خب نظرات مختلفه، دوستان نظر خیلی هم محترم هستش، میگن خب این دیگه الان وارد فاز دوم سوم شده، بحران هم رد کرد. من میگم نه، حرف شما کاملا قشنگ بود، هنوز بسیاری از افرادی که اونجا هستن رادیکالن، آتش به اختیارن، نیومدن وسط. یعنی شما فکر نکنید که این فازهایی که دارید رد میکنید مثلا سریعا دیگه الان تموم شده و داره متزلزل میشه. خیر، اینطور نیست، بلکه به قول شما اگر ایشون یه فتوای بلند شه بده، این موقع باید چیکار کرد؟ جناب آقای شفایی عزیز، مایک با شماست، بفهمیم بیشتر. شما مرسی. من مطلبی رو که میخواستم بگم، چون بحث حق اعتراض، البته بحث بازداشته هم هست، ولی بیایم کمی بازتر نگاش کنیم. وقتی میگیم حق اعتراض، ما در ایران حق اعتراض رو میبینیم. شما عنوان کردید که از قدیم سر مثلا کامیونداران، نمیدونم بانک‌ها، سر همه اینا اعتراضات بود. این حق اعتراضات دو شکل داشت، یه حق اعتراض صنفی، یه حق اعتراض عمومی. حق اعتراض صنفی مثل رأی منکو سال 88، حق اعتراض مثل بحث معلمان، پرستاران، عرض کنم بازنشستگان، آموزش پرورش، دیگه عرض کنم که بانک ها که پولای مردم رو خوردن، اینا همه حق اعتراض بود. یه سری حق اعتراض ها دیگه بود صنفی، مثل مثلا نیشکر هفت‌تپه، مثل عرض کنم که فولاد اهواز یا گاهی ذوب‌آهن، تبریز، اینا یا عراق، خیلی اینا همه صنفی بوده. یعنی در یک مقطع یک جنبشی شروع شده، یک اعتراضی کردن بابت اون حقی که بابت اونجا دارن. در اینجا دستگیری ها شده. من یادمه چندین سال پیش راجع به شرکت واحد اعتصاب بخواستن بکنن و اومدن کلیشون رو گرفتن. بعد کامیون داران، عرض کنم عوامل مختلف. برای من از همه جالبتر، یعنی دوتاش خیلی برای من جالب بود، یکی کسانی که رفته بودن برای حقشون که در بانک پول گذاشته بودن پولشون رو پس بگیرن و بانک ها نه بهرهشون میدادن نه پولشون میدادن، مردم رفتن اعتراض کنن، آقای پلیس، آقای نیروهای انتظامی اومدن کتک زدن اینا رو و دستگیرشون کردن. یعنی چرا؟ چون حق واقعی رو نخواستن. یعنی حقای مقطعیه. این حق اعتراض هست، همیشه هست، اما حق اعتراضی مهمه که حق خواهی باشه، یعنی به عنوان یک حق انسانی باشه. یعنی الان این حرکتی که اتفاق افتاده یک حق خواهی عمومیه. یعنی شما اگه نگاه کنید همه گروه ها موضوعی مختلف رو میگن، راجع به گشنگی میگن، راجع به دزدی میگن، راجع به خیانت میگن، جنایت میگن، اعدام میگن، راجع همه اینا حرف میزنن.
اینجاست که در واقع یک اتفاق خوب افتاده، یعنی این حق اعتراضی که الان شروع شده یک اتفاق بسیار خوبه، اما متاسفانه به دلیل آگاهی کمی که وجود داره هنوز اعتراضات صنفی خودشون وارد نکردن. البته هستن الان یه سری گروه های صنفی دارن تلاش میکنن، اعتراض میکنن، اما همگام نیست. هیچ ایرادی هم نداره، یواش 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 این اعتراضات میتونن اثر خودشونو بذارن. یعنی اگر فرض کن پالایشگاه کجا بود؟ آبادان نبود، پالایشگاه آبادان شاید، یکی از پالایشگاه وقتی شروع کرد مال 20 روزی ما پیشه، همه گفتن الان داره شروع میشه، ولی نه، الان یه صوته. یا پتروشیمی یا ماهشهر، اینا همه یکی یکی هر کدوم تک صداست. حالا باید یواش یواش مثل این تکصدایی باید تبدیل بشه به صدای جمعی که بیاد بالا، اون وقته که آگاهی وارد میشه. آگاهی همیشه میتونه اثرگذار باشه، یعنی اگر شما بابت حق صنفی خودتون میای تو خیابون درد بغلی رو میفهمی. یعنی اگر میگن حقوقت کمه، حقوقت رو نمیدن، زیر خط فقری، میای داد میزنی، داد آدم های دیگه که تو زندان هستن هم متوجه میشی، چون اصلا صنف تو رو میگیرن میکنن زندان دیگه، شکنجش میکنن، لط و پارش میکنن، هر بلایی میخواد سرشون میارن. یا حتی میای از حق زن دفاع میکنی، یا زن از حق مرد، از حق عموم، از حق صحبت کردن استفاده میکنه. اینه که این خود این حق اعتراض در واقع یک ارزشه به نظر من و باید هم داشته باشیم. و بحثی که دوستمون کرد راجع به تقلید، که تقلید میکنن و اینا مسائل مذهبیه. من دو تا ته هست در اسلام که اصلا وحشتناکه، یکی همون تقلیده، یکی هم تقیه است. تقیه یعنی راحت دروغ بگو، عرقتو بخور بگو نخوردم، فلان کارو بکن بگو نکردم، دزدی کن بگو نکردم، راحت، اصلا مشکلی نداری. تقلیدم که هرچی ارباب میگه دیگه، مثلا آقا میگه، حتی تو مسیحیت هم میگیم آقای شبان داریم، هم توی یکی خاخام داریم، یکی هم اینا، این دکون دینداراست. بالاخره باید یه کسی زندگی بکنه بدون اینکه کاری بکنه دیگه، اون عواملیه که برای خودشون باید زندگیاشون انجام بدن. ولی واقعا برای حق اعتراض بازداشت و این اتفاقات خب به هر حال یه بخشیه. ما در زمان پهلوی، در زمان انقلاب هم همین اعتراضات بود، همین بازداشت ها بود تا تبدیل شد به انقلاب. فردا نه، الان دیگه 6 بهمن رو رد شدیم، الان فکر کنم دیگه 12-13 بهمنی، 6 بهمن 1356 هیچ کدوم تو احتمالا یادتون نمیاد. در اون موقع یعنی 6 بهمن که میشد تمام ایران تعطیل بود، همه عکس شاه و فرع و ولیعت رو میذاشتن دم در، دم یه فرمانداری استانداری یا یک جمعی. اردم هم از صبح ساعت 8 رژه میرفتن تا 10 شب، تمام سیستم خبرگزاری هم فقط اینا رو نشون میداد، مثلا که 22 بهمن نشون میدن شهر فلان شهر فلان، اونجا هم همین. جالبه بدونید 6 بهمن این اتفاق در سال 56 بود، ولی 6 بهمن 57 دیگه اصلا مراسمی نبود. حتی 4 آبانی که همیشه برگزار میشد برگزار نشد. میدونید یعنی اینا اتفاقاییه که یه سری آگاهی یهو رشد میکنه، یعنی یهو پخش میشه. الان شما یه نفر به عنوان خود فرد، به عنوان مثلا حق برابری صحبت میکنی، 10 نفر گوش میکنن، این 10 نفر 3 تاشون گوش باور میکنن، میرن باشه 10 نفر دیگه حرف میزنن، خب یهو میشه 6-9 تا، یعنی یه ضریب داره. اینجاست که اون رشته اتفاق میفته و ما میتونیم به اون خواستمون برسیم. من اصلا باورم این نیستش که جمهوری اسلامی دیگه بتونه بعد از این در یک سال آینده دوباره بتونه مقاومت کنه جلو مردم. اصلا عواملی هم که داشته همه دارن میرن، خیالتون راحت باشه. الان هم که دارن این یارو مولد سازی، دکون مولد سازی هم که درست کردن، صرف اینه که تعمونده رو جمع کنن در خودشون. میشه اصلا همچی قانونی وجود داره که شما به 7 نفر
که همشون هم دو زمان یاروی یه اسمی داره اصلا، که اصلا پرونده داشت، حکم داشت، زندان داشت، الان جز این هفت نفره، حالا من اسمش یادم رفته، این هفت نفر بعد حق دارن تا دو سال هر کاری میخوام بکنن اصلا نامعقوله دیگه، نه یعنی اصلا قابل اندیشیدن نیست، ولی میکنن. همین اتفاق هم ما در اپوزیسیونمون متاسفانه میبینیم. همون دستوری که ولایت فقیه داده که آقا هر کی بره هر کاری خواست بکنه، ما در اپوزیسیون متاسفانه میبینیم یه سری آدمایی که مورد اعتماد میخوان باشن هستن، میان میگن من وکالت میدم. یعنی چی؟ آخه وکالت به چی؟ خب جمهوری اسلام آقای رهبر میگه من به اینا وکالت میدم برن بچاپن. خب ما در اون دو جاش معلومه، تکلیفش معلومه. خب ما چیکار؟ ما الان میخوایم وکالت بدیم به آقای پهلوی، میخواد چیکار بکنه؟ وکالت چی؟ وکالت بده منو نجات بده. خب من که هستم برم زندگیمو بکنم. سوپرمنه مثلا بیاد یو بره مثلا آسمون بیاد بره مثلا یه جایی رو بگیره؟ نه، با یه آدم معمولی بدتر از من، شلتر از من. اینه که این جوا هستش که باعث میشه عدم آگاهی یا که من میگم ایناست که ما انرژیمون به جنگ بذاریم ببینیم مردم درون کشور توی خیابون چه میکنن، چه بلایی سرشون میاد پیگیری کنیم، میایم میبینیم که در یه فیسبوکی که وام میکنی یا در یه اینستاگرام یا در تلگرامی که وام میکنی، واقعا من وکالت میدم 20 تا، بعد دو تا خبره، بعد 20 تا میگن من وکالت نمیدم، بعد این به اون یه چیزی میگه، این به یه چیز دیگه میگه. بابا وقتتون رو هدر ندید. مردم تو زندان ها هستن، بچسبید به مردم تو زندانن، راه پیدا کنید، فکر ایجاد کنید، اندیشه درست کنید، جبران کنید عقب موندگی ذهنیمونو. من زیاد حرف زدم، ببخشید، حقم 3 دقیقه بود، بی خود اختارم ندادید، اختار بدید این موقع، مرسی. چون گاهی احساساتی میشه این تومتون حرف میزنه دیگه. ممنون از نقطه نظرهای شما و سخنان شما جناب شفایی. بله دقیقاً یه نکته‌ای هم هستش که ما اگه بخوایم از حق اعتراض ها دفاع بکنیم و از حق اعتراض هم یه پله فراتر بریم، میتونیم به دادخواهی هم اشاره بکنیم. بحثی که الان داره اتفاق میفته دادخواهان مدل‌های مختلفی داره. یه نمونهش خب دادخواهان در بند بود که در رابطه با موج زندانیای سیاسی و بازداشتی ها دارن تلاش میکنن، و موج دیگری از دادخواهی ها هستش که مادران دادخواه که نمونه موفقی در کشور امریکای جنوبی بوده که اتفاق افتاده. یعنی ما فکر نکنیم که بسیاری از اینها از علکی بوده یا مثلا همین جوری اتفاق افتاده، خیلی نمونه های موفق داشته که من فهم میکنم همین امواج دادخواهی ها هستش که بتونه وقتی استمرار داشته باشه بتونه پس فردا اصناف و بقیه گروه هایی که تک صدا هستن، فقط 2 سال شما هم در رابطه با کمیته کار و کارگر میدونم، بقیه گروه هایی که سالیان سال دارن به صورت تک صدایی کار میکنن، امواجی از دادخواهی رو بتونن یکایک که هم دیگه آغاز بکنن و این موج انقلاب رو پیش ببرن. جناب آقای احمدی خای عزیز، مایک با شماست، میشنم شما. وقتی هم میگید مجددا بخیر. ببینید در این رابطه حق اعتراض دو تا نگرش، یکی نگرش حکومته که حکومت خب همونجوری که نشون داده تو تاریخش خودشو نماینده خدا میدونه، بس قاعدتا کسی که خودشو نماینده خدا میدونه ایرادی نداره که بخواد کسی روش اعتراض کنه، و حکم اعتراض به خدا تو دیده آقایون اعدامه، به نهایتا با تخفیف زندان، محروم شدن از اجتماع. از دید مردم هم متاسفانه عمده مردم صنفی میبینن، یعنی گروه خودشون میبینن، دنبال حق و حقوق اجتماعی کلی نیستن، دنبال نیستن که آقا این مشکل باید کلی حل شه نه ماردی. اگر من حقوقم زیاد شد دلیل نمیشه که حق و حقوقم رو گرفتم، اگر مثلا فلان آزادی رو گرفتم دلیل نمیشه که بقیه آزادی ها مهم نیست. به کل نمیبینی، به کل نمیخوای، قاعدتا هم نتیجه نمیگیری، چون یه ارزنی پخش میکنن یه جا یه جا دیگه نونی میدن یه آبی میدن فراموش میشه. الان همین بحثی که آیه شفای پیشیش کنم، بحث وکالت، به نظر من یه هنرمندی خود حکومت، حالا چجوری تونستی میدر بنده تو ذهن این سیستم آی پهلوی یا حالا هر کی که این بحث رو انداخت، دقیقا باعث اختلاف و حواس پرتی اعتراضات شد. یعنی از وقتی که این موضوع اومده
دیده که باعث وحدت شده، باعث کسرت شده، باعث این شده که یک سری که طرفدارن بیان هی تبلیغ ایشونو بکنن، یک سری که مخالف ایشونن بیان ضدیت کنن و به قول معروف پتای آب بریزن به هم و توهین کنن به هم. چیزی که میشن تظاهرات قوی تر شه، الان شده ضعیف‌تر. و مشکل اینه که اصلا ایشون برنامه‌ای نداره. من میام مثلا بگم آقا چی رو تایید کنم، چی رو وکالت بدم، بدون هیچ برنامه‌ای که مورد قبول همه باشه نمیشه آدم بیاد یه رهبریتی رو بگیره. اول باید بیاد بگیم من میخوام این کارو کنم و اگر مقبولیت همه رو داشت بیاد رهبر بشه. به زورکی که نمیشه با تبلیغات چند تا شبکه ماهواره‌ای بشه لیدر. و این اصلا نقطه شکست این مثلا میشه گفت قیام یا انقلاب بود که باعث تفرقه بیفته. حالا ما بعد از این بهمن اسفند رو داریم. قاعدتا اعتراضات کارگری شدیدی پیش میاد به علت اینکه مشکلات کارگری بسیار انباشته شده است، سالها انباشته شده، شب عید میشه، مشکل مالی پیدا میشه و این اعتراضات اعتراضات واقعی تریه و خیلی تاثیرگذارتره، چون که هیچ انقلابی با تظاهرات از به نتیجه نمیرسه. باید سیستم یه جا قفل شه، مشکل بخوره که باعث تغییرات کلی بشه. حالا شاید خود آقایون به این نتیجه رسیدن و فهمیدن یه اخباری پشت پرده دارن، دارن به قول معروف تا اونجا که میتونن نقدینگی جمع میکنن بذارن برن، یا اینکه به وسیله اون نقدینگی بتونن جلوی اعتراضات مردم بگیرن. حالا چه برنامه‌ای دارن خواهیم دید. ولی در کل تا وقتی که این سیستمی نشه که مردم همو کل ببینن و یک واحد ببینن، نه که مثلا اگر یک خانومی هست آزادی‌های اجتماعی خودش رو بگیره خودش کارگر مهم نمیشه، یا یک کارگری حقوقش رو بگیره وضعیت معلم هم ازش مهم نمیشه. خیلی ممنون که این وقت در اختیار من، متشکرم. خیلی ممنون جناب احمدی پای عزیز از نقطه نظراتتون، مخصوصا توی بحث این سیستم جدیدی که پیش اومده. اگه بخوایم اونو بحث کنیم به اصطلاح پینگ پونگی میشه، ولی خب تا حدودی هم با حرفای شما همسو هستم، تا حدودی هم میتونیم همدیگر رو نقد بکنیم، در رابطه باش بحث بکنیم. ولی خب این سیستم متاسفانه همیشه بوده دیگه. آقای احمدی پا، شما فردی هستی که همیشه تو اخبار و اطلاعات هستی، دارین میبینید به قول آقای شفایی این داستان اپوزیسیون های خارج از کشور و این سیستم ها همیشه این مشکلات رو دارن که کار عملی متاسفانه. جناب آقای بازاران عزیز، مایک با شماست، میشنویم شما. درود مجدد خدمت دوستان عزیز. یکی دو تا شید بحث هست که فکر میکنم اینا باعث ایجاد اختلاف میشه و یه جورای به قول دوستان باعث سرگرم شدن میشه و بحث رو به ایران میبره و باعث بازداشت‌های بیشتر داخل ایران میشه، مبارزا رو میگیرن و زندان میکنن و سرکوب اضافه میشه. یکی بحث اینه که شعور سیاسی و شعور فرهنگی مطرح میکنن داخل فضای مجازی. خیلی میبینیم میگن که مثلا سن و سالی نداره طرف که مثلا نمیدونم چیزی رو ندیده، در صورتی که ما الان وقتی که میبینیم بیشتر مبارزا میانگین سنیشون رو نگاه میکنیم اکثرا جوان هستن، یعنی افرادی که داخل خیابون حتی کشته شدن میبینیم که مثلا 14-15 ساله هم افراد داخلشون هست. و وقتی که بحث سیاسی میشه یا بحث آزادی میشه و اینا، حرفهای صحبتهای روشنفکرانه رو مطرح میکنن که خیلی از بزرگسالای ما به این روشنی نمیتونن اینها رو بیان بکنن، یعنی اونا با پوست و استخون خودشون کاملا این قضیه رو درک کردن. همین مسئله‌ایه که خود بازجوها هم بهش اشاره کردن و گفتن که ما حرف این نسل رو نمیفهمیم. قبلی‌ها رو که میگرفتیم یه فشاری بهشون میآوردیم، کتکی بهشون میزدیم، نمیدونم باهاشون برخورد میکردیم و جواب میگرفتیم، ولی اینها رو ما نمیتونیم کنترل بکنیم. یه بحث دیگه ای که هست بازم داخل فضای مجازی مطرح میشه، میگن که حضور فیزیکی نداره مثلا داخل ایران طرف نشسته اونور دنیا داره میگه که مثلا شما برید فلان کار رو بکنید، یا مثلا میگه ما مبارزه میکنید، اون تظاهرات هایی که شما داخل کشورهای دیگه دارید انجام میدین چه تأثیری میتونه داشته باشه، یا مثلا بحث هایی که میکنید، بحث های حقوق بشری که میکنید،
چه تأثیری میتونه داشته باشه. اگر راست میگین بیاین داخل ایران، مثلا چیزایی رو که مطرح میکنن به این شکل، اگر راست میگید بیاید داخل ایران مبارزه کنید. خب اگر که راست میگیم که الان میبینید که اکثر کشورهایی که توریست داشتن میرفتن به ایران و اینا چیز میکردن، اعلام کردن که شهروندانشون اونجا هم نرن، میگیرن همه رو، یعنی شوخی نیست، یک نفر دیگه هم باز بگیرن اونجا ها اضافه بکنن. اینه که این بحثایی که پیش میاد داخل فضای مجازی بیشتر بین هموطنا یه جورایی باعث میشه که باز هم این یه نکته‌ای باشه که همدلی رو از بین ببره و باعث میشه که یه مقداری کسایی رو که گرفتن یا فعالیتی دارن انجام میدن رو بیشتر تحت تاثیر قرار بده و سرکوب رو بیشتر بکنه. مرسی، ببخشید من صحبت کردم زیاد، ماکرون میکنم. خیلی ممنون جناب بازاران عزیز. دقیقا همینطوره که شما میگه، یه سری از صحبت ها و بحث ها باعث میشه که موضوع اصلی دست بره. به عنوان مثال ما قبل از این اخبار در واقع انقلابی و انقلابی که اتفاق افتاد، ما فایل هایی رو به دست در واقع رسانه ها یا به دست افرادی فعال میافتاد در رابطه با دادخانه در بند. بعد از مدتی، بعد از گذشت مدتی، افرادی که تخصصی توی زندان های سیاسی فعال کار میکردن، ما پیگیر شدم دوم آقا کو این اخبار کجان؟ به عنوان مثال مثلا فلان بازداشتی، فلان زندانی که دو هفته یه بار یه خبری ازش بود، یه صحبتی میشد، الان کجان؟ چرا سردرگمی اتفاق افتاده و افراد به قول همدیگه به جان اعتقادات همدیگه افتادن؟ یه دونه این مسئله هستش. عدم تمرکزم من میبینم که خب متاسفانه به خاطر همین اخباری که میرسه همیشه است، آدم باعث میشه که در واقع از اون تخصص اصلی و رشته اصلی که داره روش فعالیت میکنه گم بشه. همین هم که آقای احمدی خان اشاره کردن، گفتن ما شاهد تظاهرات خیلی خوبی بودیم و سالهای سال بود که همچین اتفاق نیفتاده بود، ولی بعد از گذشت مدتی یه سری بحثا باعث شد که دوباره این اعتراضات در واقع این تظاهرات ها به خارج از کشور یه رنگ و بوی دیگه ای پیدا بکنه یا تعدادشون کم بشه. متاسفانه این مسائل هست و از دوستان دیگر اگر کسی هستش از دوستان خواهد مشارکت داشته باشه توی بحث آزاد ما در خدمتتون هستیم. اگر لطف کنید که با اشاره دست من راه همه می فرمایید، ما که در اختیارتون قرار میدم. در غیر این صورت من یه چند دقیقه مکس میکنم، شاید از دوستان تمایل داشته باشه برای صحبت کردن. آقای شیر محمدی، ببینید کوتاه بگم، اگر بخواد انقلاب قیامی بشه و نتیجه بگیره، با دید من ها اینی که باید خیلی سریع نتیجه بگیره و تاثیرگذار باشه با مختل کردن سیستم های امن و نقل، سیستم های انرژی تو ایران، تا همچین چیزی نشه، یعنی اتحادی نشه به وسیله کارگرها و اکثریت مردم اعتراض نکنن، اینها به نظر من بازه سیستم زیادم بد نیست. یه جورایی میاد فشارهایی که رو مردمه رو قطع کوچیک این فشارها رو خالی میکنه و بازداشت کردن لیدرها، سرگروه ها، باعث میشه خودشون رو یه نوع واکسن کنن. اگر کسی میخواد نتیجه بگیره، به نظر سری بعدی باید اختلال ایجاد شه تو خود کار سیستم حکومت داریشون و اینی که و اکثریت مردم داخل باشن، وگرنه با این سیمفی مثلا یه روز با دانشجوها بخوان شورش کنن، اعتراض کنن، اعتصاب کنن، یه روز مثلا معلم ها، نتیجه نمیگیره. اینا میان شناسایی میکنن با تجهیزاتی که دارن و لیدرها، سرگروها و اونهایی که محرک اصلی اون اجتماع رو بازداشت میکنن و سرکوب میکنن. مثلا من یک رهبریت خوبی پیدا بشه، یک بار این کار رو انجام بدن، وگرنه هی ما شاهدیم که باعث بازداشت و اعدام های بسیاری میشه. متشکرم. ممنون جناب احمدی خواهی عزیز. بله، توی بحث بازداشت ما این سیستم هم یک کلیپ هایی هم به دستمون رسید که با پهپاد مرداری میکردن از این جمعای معترضان و اینا، بعدا با همون پهپاد ها فیلم هایی که گرفتن میرن سراغ افراد بابت
سیستم بازداشتی رو. بله کاملا صحیح میفهمم. جناب آقای شفایی مایک با شماست، بفرمایید. مرسی. من خیلی ممنون، به حال بحث بحث خوبیه، ولی یادمون باشه نگاه باید مثبت باشه، چون ما باید به نتیجه برسیم. یعنی این بایدی که میگم نه باید زور، باید به دلیل ذهنمونه. ما لازمه اندیشه کنیم، تلاش کنیم، و تنها علاجی که من تا حالا بهش رسیدم، یعنی من با در طول این همه تلاش کردم، آگاه شدن مردم میتونه روشن کنه. یعنی وقتی جوان دهه 80 ما 18 ساله 17 ساله 15 ساله میدونه چی میخواد، میاد تو خیابون حرفشو میزنه، نه به سلطنت محل میذاره نه به رهبر، یعنی تکلیفشو با خودش روشن میکنه، این چیزیه که ما رو میتونه برای موفقیت ها ببره جلو. نمونش هم این مدتی که بود. به هر حال نیروهای جمهوری اسلامی، هواداراشون، نوکراشون، مزدوراشون، اینها هم برای خودشون سیستم دارن، یعنی الکی نیست. آقای یارو محمد کرمی رو که میفرستن از ایران فرار میکنه، میاد میره بلافاصله استخدام من و تو میشه، یعنی از ایران در میاد، دو ماه بعد تو من و تو داره میشه حرف میزنه، یه ماه بعدش میاد میگه که آقا بیاین وکالت بدیم به رضا پهلوی. خب این یعنی چی؟ یعنی این نماینده جمهوری اسلامی پاشده اومده. اون آدما نباید اینجوری باشن. چرا؟ آدمهای ما به جای اینکه اندیشه کنن حرکت میکنن، شعار رو میشنون به حرکت میان، خونشون به جوش میاد حرکت میکنن. اینه که دوستان اصلا نه به دنبال این که یه رهبر یه روز داشته باشیم، الان برخلاف صحبت آقای احمدی خواه، من باورم اصلا به رهبریت نیست، به مدیریت نیست، به هیچی نیست. خواسته مردم خودش کار خودشون میکنه. شما به هر انقلابی که نگاه بکنید، این انقلاب شروع میشه، مردم میتونن بنیاد رو عوض کنن و بعد برن جلو. حالا اگر آگاه باشن با همون آگاهی قدرت رو به دست میگیرن، آگاه نباشن قدرت رو به دست نمیتونن بگیرن، میدن دست مثلا ملاها، میدن دست نمیدونم قاتلا، میدن دست دزدا، میدن دست آدمای دیگر. با هر انقلابی نگاه کنید، اصلا انقلاب کبیر فرانسه به عنوان یه اصل اگه نگاه کنید، مردم اومدن، تموم شد، مردم اومدن، یه سال دو سال هم وقت دادن به آقای پادشاه، حالا اسم یادم میاد مثلا، که به هر حال میان گردنشون هم میزنن، با آنتوانت و همسرش لویی 18 هم میکشن و بعد میان در واقع مملکت هم میگیرن. ولی چون یک ناآگاهی بوده، یعنی هنوز نمیدونستن چی میخوان، یه عده اومدن از این قدرت ها سوء استفاده کردن، یهودیم ناپلئون شد امپراتور اروپا. میدونی چی میگم؟ یعنی اینها پیش میاد، ولی اگر اون آگاهی وجود داشت در پایه، خود به خود فردی یا اون تشکیلات کنسولی و سوء استفاده های قدرتی دیگه پیش نمیومد. همینطور اگر پهلوی، مردم خواستشون این بود که آقا ما میخواییم راحت باشیم، ولی پهلوی اینقدر خدمت کرد به ملا جماعت که اصلا خود ملا یعنی منی که در دمای انقلاب بودم میخواستم حرکتی بکنم، هیچ جایی نبود من مراجعه کنم دوتا اطلاعات بگیرم. صاف باید میرفتم تو مسجد، منی که نه نمازم نه روزه نه اصلا اسلام ندیم، من میرفتم تو مسجد، بعد بنزین میبردم، شیشه میبردم، کتل ملتب درست میکردیم، پاشو برو سر فلان خیابون، برین سر فلان محل بیس. اینا همش برمیگره به اینکه هیچ مثلا پایه‌ای در واقع نبود، اما پایه رو گذاشته بودن. یعنی پایه به دلیل حرمتی که به مسجد داده بودن و 1700 مسجد که حقوق بگیر مستقیم بود از ساواک و از دولت از دولت پادشاهی، خب طبیعیه، خب آدمان چون جایی نیست میرن. ولی اگر ذهنمون آزادتر بود دیگه به حرف خمینی گوش نمی کردیم. خمینی یه لیدر من، رهبر من نمیشد، رهبر هممون نمیشد. اما متاسفانه به دلیل عدم آگاهی اتفاق افتاد. اما الان جوانای ما میدونن چی میخوان، تعدادشون کمه ولی تعدادشون بسیار خواهد شد، و اونا چون میدونن چی میخوان، میدونن چی کار کنن،
به اون نتایج دلخواهشون هم خواهد رسید. زمان زیاد مسئله نیست، مهم نجات جامعه است. این هم نگاه منه. به هر حال من مرسی، جلسه خوبیه، بحثا خوبه و این حق اعتراض واقعا حق ذاتی ماست، حق شهروندی ماست، حق ذاتیمونه، به خاطر اینکه ما حق داریم از خودمون دفاع کنیم. این حق ذاتیه. بعد آدمی که به دنیا میاد دستون بری بالا بلافاصله عکس العمل، حق اعتراض حق دفاعمونه. این حق رو داریم، حق شهروندیمون هم هست و بایستی اینو به خوبی ادا کنیم، دنبالش باشیم، کارمون رو انجام بدیم. اما گول نباید بخوریم، یعنی گول نباید بخوریم، احساسی نشیم. اگر یه کسی یه حرف میزنه میگه من وکالت میدم، بشینیم فکر کنیم برای چی، وکالت به چی، بابت چی، این جمله از کجا اومده، اصلا چرا باید مطرح بشه. اینو میشه این کارا رو انجام بدیم. مرسی، صحبتی ندارم، خسته نباشید. ممنون از شما جناب شفای عزیز. از دیگر دوستان اگر نقطه نظری مشارکتی هست اعلام بفرمایید، در غیر این صورت من خواستایی نستم که ختم جلسه رو اعلام بکنم. با تشکر از تمامی دوستان عزیزی که شرکت کردین در بحث‌های مختلف و همچنین در بحث آزاد مشارکت حداکثری فرمودین، ممنونم ازتون که من صدای من رو تحمل کردین، مشارکت کردین. جلسه رو به پایان میبریم در ساعت 18:07 به وقت اروپای مرکزی. سخنرانان جناب آقای عبدالمجید بازداران، آقای رضا حاتمی، جناب آقای محمد گلستانجو، از تشکر میکنم و همچنین مسئول جلسه خودم در خدمتتون بودم، بهنام شیر محمدی، منشی جلسه بانو جناب آقای سیاوش نوروزی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای احسان احمدی خواه و آقای گلستانجو، ادمین ها فضال سادات ابتهی عزیز. ممنون که تا این لحظه ما رو تحمل فرمودین. بقیه در واقع هماهنگی ها باشه در کارگروه جلسه با هم دیگه صحبت کنیم. ممنونم ازتون، شب و روزگارتون هر جایی که هستید.